چیت اومدن؟ آه خیلی ارادت داره. بسید نکن. چای خوردین؟ شروع شد. چای هست دیگه آقا این که دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. اللهم صل على محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین. خدا قلوب همه ما رو نورانی کنه به نور محبت و ولایت اهل بیت، ان شاء الله که تو این جلسات هرچه به خوبان و اولیاش نصیب میکنه از نعمات معنوی به همه ما هم عنایت بفرمایید. واقعیتش اینه که من عرض کردم که به دوستامون که این جلسه حالا اون مباحث خودمون رو اگه هفته آینده به ما مرخصی دادن میایم ادامه میدیم، چون من از شنبه صبح باید برم پادگان خودم معرفی کنم. ارتش افتادم، اول فرستادن سپاه، دو سه روزم وایستادم اونجا، کلی هم اما بیگاری کشیدم، بعد بیرونمون کردم، گفتن ایشون اینجا نباید خدمت کنه، باید بره جه دیگه. بعد نامه دادم بریم ناجا، اومدیم بریم، امروز دیروز صبح مسیج دادن که نه خیر آقا، نیرو انتظامی هم نمیشه، برید ارتش دیگه. سر نخواستنمون دعواست. حالا ارتش هم دیگه شنبه صبح بریم ببینیم رامون میدن یا اونا میگن آقا بفن دیگه. نمیدونم کجا باید برم آموزش. نه دیگه اون ارتش میشه دیگه، چیه؟ حالا ببینیم، فکر کنم بدن شهرداری جایی مثلا بگم بره اونجا. حالا اینا مهم نیست. سربازی هم ما با اصل سربازی اجباری مخالفیم، با هر اجباری مخالفیم، چه سربازی چه حجاب چه هر چیز دیگه که به اسم دین مخصوصا اگه بخواد باشه معنی نداره که. تا دیگه حالا هست یه قانونه برای همه است، ما هم یه شهروندیم، تا حالا معافیت تحصیلی داشتیم، الحمدلله حوزه علمی لطف کرده ما رو اخراج کرده دیگه، معافیت تحصیلی. تنها خدماتی که داشتم من معافیت تحصیلی بود، چون من نه شهریه میگرفتم نه بیمه داشتم. معافیت تحصیلی هم خدمات نیست، در اصل کنترلر اینه که کجا میری، چون برای منبر بخوای بری خارج کشور مجوز نمیدن. این چند باری هم که ما رفتیم برای کار اقتصادی بود، یعنی برای کار تبلیغی نبوده، اونم تازه با فشارهای 20 تا نهاد دیگه اجازه دادن ما بریم. حالا یه سربازی میریم، حالا ببینیم میذارم بریم بعد هر کجا خواستیم. اینم یه حرفی، چون حالا همه داره این ظلم به همه میشه، همین که من استثنا نشدم توش، من ممنونم از دوستان. جذابش هم اینه که مدرک تحصیلی منم زدن سیکل، یعنی ما 25 سال حوزه بودیم یه کاغذ به ما ندادن اینا که مثلا آقا ایشون یه دو روز هم اینجا درس خونده. اونش هم باز مهم نیست، یعنی من سرباز صفر صفرم الحمدلله به فضل خدا، اشکال نداره، من که ناراحت نیستم، اصل قصه رو ناراحت نیستم، ولی با سربازی اجباری مخالفم. این کار ظلمه، تلف کردن عمر بچهای مردم، عقب انداختنشون تو زندگی، هزاران آسیب براشون میاره. یه روزی خوب بوده ها، یه روزی آموزش نبوده تو کشور، اینا متمرکز میشدن توی پادگانی آموزش میدیدن، یه روزی دوا بوده، امروز درده. امروز من همین سه روزی که پادگان بودم آباده بودم، پادگان ولیعصر آباده، ولیعصر بود نمیدونم امام حسین بود چه، توی آباده سه روز ما اونجا بودیم با بچهای همین گروهان خودمون. من بهشون گفتم چه کاره بودید اومدید، همشون شاغل بودن، همم شغل آزاد. گفتم خب برای چی اومدی سربازی؟ میگه که خب مجوز کار بهمون نمیدن، چی بهش میگن، پروانه کسب بهمون نمیدن. یکیشون گفت آقا من چون نمیتونستم خودم پروانه کسب بگیرم به اسم دوستام گرفتم، بعد اعتمادم کرده بود شماره حسابم به اسم اون گرفته بود، همه زندگیمو خورده برده، گفت حالا برگشتم که حالا خودم. یه مدت که گواهینامه‌ام نمیدادن، حالا باز گواهینامه دو سال درست. حالا عرضم اینه که من خودم گواهینامه ایرانی نداشتم تا همین دو سال پیش، یعنی گواهینامه بین المللی یک کشور دیگه گرفته بودم. بعد
میگرفتنمون هم تو جاده وا میکرد، میگفت این چیه، دفترچه بود، میگفت این چی. بعد عکس روحانی هم بود و لیش بلند و اینا، خلاصه کار ندارن. بعد همه شاغل بودن، شغل مجبور شده ول کنه. آقا شما برای تولید یه شغل چند میلیارد هزینه میشه؟ حالا ول کنیم، حالا اونجا چیکار کنیم؟ ما سه روز اونجا بودیم، روز اول گفتن یه سری کمد بود جابجا کنید، یه 200 کمد جابجا کردیم. زور ما رو بردن گفتن بیا آشپز چی بهش میگن غذاخوری، رفتیم آره یه برنج هندی بهمون دادن، بعد اسم پنج نفر رو خوندم، منم آقا میدی هم الف اول اسم منم خوندم، گفتم وایسی ظرف بشورید، یه 120 تا ظرف شستیم، گفتن تی بزنید، خدا شاهد داشتیم وایسیم تی زدن، گفتن دیگه بیاد برید، یه گروهان دیگه میخواد بیاد، بیرونم کردن، لطف کرد. رفتیم و امکانات هم نبود، هیچی نبود، یعنی تی زدن کر کثیف، من با مایه دستشویی ظرف رو شستم، یعنی مایه ظرفشویی نبود. البته روز اول بود، گفتن میارن حالا امکانات میاد. بعدم بردن توی گرما نشوندن و یه ساک تجهیزات به ما دادن، پوتین و سه تا پوتین و نمیدونم لباس و زیر پیرنی و همین چیزا. بعد گروهانمون عوض شد جاش، بعد گفتم بیاید برید پتو بگیرید، رفتیم پتو گرفتیم اومدیم هممون. بعد گفتم برید فروشگاه کارت تلفن بخرید، خونه هاتون زنگ بزنید بگید زنده رسیدین و اینا. این شب اول بود، صبح بلند شدیم دوباره صبحونه دادن، بعد یکی یه پلاستیک صد دادن به ما، گفتم بید آشغال جمع کنید تو بیابون، رفتیم تو بیابون آشغالا رو جمع کردیم، برگشتیم اومدیم، زور شد، بعد وایسادیم صف غذا، اتفاق اسم من رو خوندن، آقای فلانی دفتر گردان، رفتم گفت لباساتو بکن، اینا چیه تنته؟ همین لباسات هم بود که تن شماست. شما سپاهی دیگه؟ آره آره آره، ما همین لباسات هم. بعد گفتن آقا اینا رو بکن، یالا ببینیم، برو لباساتو جمع کن بیا و خوش اومدی، تو سیستم اسمت ثبت نمیشه. منم گفتم آقا من خدامه، من کارکاسبی دارم بابا، اومدم اینجا. به ما گفتن آخه 28 روزه، بعد اونجا گفتم 56 روزه. من خودم می‌خواستم درم بیام. دیگه گفتن آقا بیا بفرمایید برو. دیگه اومدیم بیرون و یه چیزی هم گفتم بنویس که نمی‌خوای بمونی، و گفتم آقا بیا من بگم 28 روزه من می‌خوام برم. گفتن فرمانده امضا می‌کنه برو. بعد ما اومدیم و زنگ زدیم یکی آقای مسئولین، گفتیم اینجوری شده، گفت بابا نه یا مرد حسابی وایسا وایسا، صبح من ردیف میکنم دوباره برگرد پادگان. خلاصه ما شب اونجا رفتیم هتل گرفتیم تو آباده خوابیدیم، صبح رفتیم پادگان. بعد به ما گفتن اصلا کی بهت گفته بری؟ گفتم بابا خودتون گفتید. خلاصه قرار شد وایسیم، چون من نوشته بودم من کار دارم بذارید من برم. به فرمانده گفتم آقای فرمانده به خدا من کار دارم، من کارمند دارم خودم. به من گفتم 28 روزه الان میگی 56 روزه بذار من برم. گفت من دو سه ساعت بهت مرخصی میدم برو دیگه نیا، بعدن هم اینجا برات میزنیم که غیبت چیز نمیشی، اضافه نمیخوری، تجدید دوره میشی. ما هم گفتیم خدا بابا تو بیامرز. خلاصه برگر رو به ما داد که بریم، یکی به ما گفت نریا وایستا بابا برات بد میشه، یعنی چی برو دیگه نیایی زشت است. گفتیم باش آقا ما نمیخوایم بریم. گفتم پس برو گردان خدمت. ما رفتیم بریم گردان، یه 200 متر رفتیم موتوری اومد دنبالمون، گفت آقا بیا برو پیکارت ببینیم، بیا برو بیرون. اومدن گفتن آقا مرخصی نمیخواد، بیا برو شما باید بری ارتش. یه چی اومدیم، بعد گفتم میری ارتش، پنج روز رفتیم پلیس به علاوه ده برگه اعزام گرفتیم، دیدیم زدن ناجا، زدن نیرو انتظامی مرزن‌آباد. هیچ دیگه، ما هفته دیگه بعد منبر رفتیم مرزن آباد، بریم بریم یه جایی گیر میاریم اجاره کنیم، حداقل شب جمعه چیزی ولمون میکنن بریم اونجا منبر را بندازیم. امروز دیروز صبح مسیج دادن نه آقا باید بری ارتش، امیدوارم که شنبه صبح مسیج بیاد آقا بمون تو خونتون، نمیخواد اصلا شما بیای سربازی، ما مشکلی نداریم. من چه میدونم، شما سه بار خود نیرو انتظامی زنگ زده میگه ما تا حالا همچی چیزی ندیدیم، یعنی چی وسط آموزشی بگم بیا برو؟ اذیتی نیست آخه، آخه یکی باید اذیت بشه، من اذیت نمیشم. من الان میخوام برم آموزشی، کلی سرباز هم سن بچه هم تو پادگان، تقریبا غیر فرمانده پادگان سن هم همه بیشتر بود. بعد نشستم یه جلسه براشون بیزینس گذاشتم، یعنی گفتم چجوری کارتون رو تو فضا مجازی تبلیغ کنید، برای بچه های کلاس چیز گذاشتم خودم خود جوش. برای من که مهم نیست، من میرم اونجا کلی جوون از کجا گیر بیارم؟ 2000 تا جوون یه سن و سال، خب همم احترام میکردن، درجه دارا و سربازا. جلسه میذاریم همین کار حرفه که اینجا میذاریم اونجا میذاریم، برای ما که خیلی گیر. فقط دلم برای اون استاد عقیدتیشون میسوزه بیچاره سر کلاس. همین، این از این
اجبار کلم ناکل. ببین سربازی اجباری یه ظلمه، الان تو دنیا شده سربازی حرفه‌ای. حالا من که کارم تبلیغ دین، تحقیق دین، خب میرم اونجا انجام میدم، طرف دکترا گرفته، لیسانس داره، لیسانس فنی داره، خب میبری اونجا هیچ استفاده ای ازش نمی کنی. یه کفگیر میدی دستش سر چهار را وایسه به ماشینه بگه بریم و برو اون بر. برای چی؟ چرا این کارو میکنی؟ بعد میگن آقا ما پول نداریم سربازی حرفه‌ای کنیم. بابا جون مردم انگار تو این کشور ارزون ترین چیزه. جوون مردم میره اونجا اعتیاد پیدا میکنه، خودکشی میکنه، افسردگی میگیره، مشکلات روحی روانی پیدا میکنه، عقب میفته از زندگی، زندگیشو از دست میده، کارشو از دست میده، انگیزهشو از دست میده. تو به جای اینکه دوربین بذاری مکانیزه پادگان مدیریت کنی، دکل بذاری. آقا من خودم سالها تو بسیج بودم، چه میدونم مانور میرفتیم، گشت میرفتیم، چی میرفتیم، من میدونم پاسبان بودن یعنی چی. نه موبایل همراهت، نه رادیو میذارم ببری، نه میتونی چیزی اونجا بخوری مثلا، نه هیچی. تو فرض کن زمستونه، سرمای آنچنانی، یه دونه اسلحه دادن دستت وسط بیابون روی دکل، اچیچی داری مواظبت میکنی، چه میدونم. فقط اون جوانایی که اونجا عزیزن و ارزشمندن، وگرنه از نظر مادی چیز ارزشمند تو اقلاب پادگانا نیست. چی چیه مثلا چهار تا چه میدونم وسایل دموده، درب داغون، فلان، ساختمونای نابود، چی داری مواظبت میکنی؟ عمرش هم تلف میشه، هیچی به هیچی. بعد هزار تا فکر میاد تو سرش، از زندگیش عقب میفته، عاشقی که بوده اون ازدواج میکنه، از عشقش عقب میفته، فلان. شما از خودکشی رو برید ببینید چه خبره تو سرباز. بعد حالا میگن آقا این هزار میلیارد پول میخواد. خب یکی از این اختلاسا رو نکنید، به جای سربازی حرفه‌ای بشه. وقت طرف میگه آقا من 5 سال میرم سربازی، حقوق مکفی بهم میدن، کار فنی یاد میگیرم، کار چیزی میکنه که شغل نداره میتونه بره میره کارو انجام میده. امسال میگن سال تولیده، من خودم کارآفرینم، الان کلی کارمند و کارگر دارم، دارم کار تولید میکنم، باید همه رو ول کنم پاشم برم. امروز اومدم بچه رو بردم یکی یکی کارا رو بهشون سپردم، چونم به این چک دادم، به اون پول دادم، به اون وکالت کاری دادم، چی دادم که آقا ما داریم میریم کارا نخوابه در سال تولید. من چون 3 تا بچه دارم، هر کدوم 3 ماه سربازیم کم میشه، ولی چون 20 تا کارمند دارم هیچ خدماتی نمیگیرم. اون چه کاری میکنی؟ نه این باشه، همه کار دیگه هم همینه، حتما کارت به استخون برسه تا یه اتفاق خوبی تو مملکت ما بیفته. حالا همین قضیه هی حجاب اجباری. آقا اگه میگی دین، تو دین اجباری نیست، مگه نماز واجب نیست؟ تازه نماز رو میگید فروع دین، حجاب فروع دینم نیست، نماز واجبه. الان اصلا میذارن سر تو نماز بخونید، گشت میذارن که نماز نخونه بازداشتش میکنن. روزه واجب نیست، الان یکی روزه نگیری مثلا میگن آقا روزه خاری علنی فلان، وگرنه روزه نگیری کسی کاری باید نداره. بعدم وقتی اجبار میشه دیگه نمیشه اصلا راجبش حرف زد. یارو میگه شما چرا راجب حجاب صحبت نمیکنی؟ گفتم خب اجباری، من راجب چیش صحبت کنم؟ این مثل اینکه بگیرن دست و پا تو دو تا سیخ کباب به زور بکنن تو حلقت، ایمیل هم نداری، همینجوری زورکی. بعد میگن خب حالا بشین میخوام فوایدشو برات بگم. میگه مردسه تو همینجوری حال منو به هم زدی، فواید چی میخوای بگی؟ بعدم این همه هزینه بدید به خاطرش. تا همین امروز آمار رسمی میگن 16-17 نفر کشته شدن، آمار رسمیشون، که حالا آمار رسمی زب در چند باید بکنیم نمیدونیم. دولت قبلی که آمار کرونا رو میگفت زب در 4 کن، زب در چند کن، اینو نمیدونیم زب در چند کنیم. بابا ببین تمام عالم بشه حکومت دینی، همه عالم، اما هزینهش این باشه که خون یه مظلوم ریخته بشه نمیارزه. قرآن به ما میگه یه نفر بمیره انگار همه مردن، یه نفر رو بکشی همه بشریت رو کشتی. اگه به ظلم خونی ریخته بشه زمین، خون مظلومی، تمام دون بگن آقا یه خون بریزید، خون یه مظلوم بی جهت بریزید، به جاش حکومت همه جهان میشه حکومت اسلام و دین و خدا، و نمیارزه از نظر دین ما، نمیارزه از نظر دین ما. همه جهان، همه عالم رو بدن
بگن آقا مدیریت همه عالم میشه اسلامی دیگه، اسلام نابی که شما میگید، ولی هزینش اینه خونه یه مظلوم ریخته بشه، یه مظلوم ریخته بشه خونش، نمیارزه. چون اومدیم که خونه هیچ مظلومی ریخته نشه، حتی استرس نگیره، حتی ترس درش ایجاد نشه. میگم اگه دین میگید دین اینه، ولی شما برا نمیفهمم اصلا یعنی چی. طرف فیلمش هست الان، افسر نیرو انتظامی با شوکر رو نمیدن باتون میره، میرزن میزننش، بعد یه عده میان نجاتش میدن از مردم، بلند میشه با اسلحه تیر مستقیم میزنه. حالا بکنم نشونه گیریش خوب نبود، ندیدم جنازه بیفته زمین کسی. مرد حسابی تو نمیتونی اعصابتو کنترل کنی، اصلا حق تیراندازی نداری، حق نداری تیر بزنی. نیرو انتظامی ضابط از نظر قانون، کسی خلاف کرد فقط میتونی بازداشت کنی، حق ضرب و جرح مردم نداری. تو نمیتونی کتک بزنی کسی تو خیابون، اجازهشو نداری، قانونا اجازه نداری. غیر از این که آقا اصلا انسانیشو فکر بکن، چیو داری حفظ میکنی؟ دارم میگم همه دنیا بشه حکومت اسلامی، خوبه؟ اسلامی هم که شما میگید، من نمیم چه اسلامی میگید، هر اسلامی میگید، اون ناب ناب نابشو که میگید، هزینش این باشه که خون یه مظلوم ریخته بشه، نمیارزه از نظر اسلام. بابا حضرت امیر بعد از خلیفه دوم، خلیفه دوم تدبیر کرد، یه شورا تشکیل داد 5-6 نفر، گفت شما خلیفه بعدی رو تعیین کنید. اگه همتون یه نفر رو گفتید اون خلیفه، اگه دو دسته شدید عبدالرحمن ابن عوف با هر کی بود اون خلیفه. خوبه؟ کیان تو شورا؟ طلحه، زبیر، عثمان، علی، عبدالرحمن ابن عوف، یکی دیگه هم بود یادم نیست، یا هم نبود. طلحه برگشت به عثمان گفت رأی من با تو، مال تو، یعنی عثمان شد دو رأی. زبیرم به حضرت علی گفت که رأی من با کی؟ با تو. حضرت علی هم شد دو رأی. عبدالرحمن برگشت چی گفت؟ اومد پیش حضرت امیر گفت من با تو بیعت میکنم ولی دو تا شرط دارم. گفت بگو شرطتو. گفت شرط اولم این که تو به سنت رسول الله عمل کنی. حضرت فرمود خیلی هم خوبه، چشم. گفت شرط دومم اینه که به سیره شیخین عمل بکنی، یعنی به اجتهاد خلیفه اول و خلیفه دوم. حضرت گفت نه، من خودم به اجتهاد خودم عمل میکنم، مگه اونا به اجتهاد کسی؟ اونا به اجتهاد خودشون، منم به اجتهاد خودم عمل میکنم. گفت نه اینجوری باشه من باید بیعت نمیکنم. گفت نه باش من نه، حالا من یه سال شما میکنم. آقا یه دروغ بگو، یه دروغ مصلحتی بگو. حکومت رو که گرفتی بعد بگو نه خیر من به اجتهاد خودم عمل میکنم. اونم میدونست حضرت دروغ نمیگه، اونم یه شرطی گذاشت که علی قبول نکنه و میدونست که حتی حاضر نیست برای گرفتن حکومت یه دروغ مصلحتی بگه، چون مصلحت اینه که دروغ نگی. بابا علی برای گرفتن حکومت حاضر نشد یه دروغ مصلحتی بگه. علی ابن ابی طالب 12 سال چقدر عثمان حکومت کرد؟ 10 سال 12 سال اینجوری حکومت کرد دیگه. خب بعد برای رسیدن به حکومت ما راضی بشیم که خون از دماغ کسی بیاد به ظلم؟ یه وقت من فدا میخوام بشم، خودم با اختیار خودم، بله من حاضرم فدا بشم، هیچ دعوایی نباشه. الان همین بساطی که راه افتاده تو کشور، دو طرف شدن آقا همدیگر رو بزن، من حاضرم من بمیرم خون از دماغ هیچ ایرانی نیاد، نوکر همه تونم هستم، اصلا هم احساس خسارت نمی کنم. یعنی اگه بدونم منو بکشن تمام میشه، هیچکی دیگه خون از دماغ کسی نمیاد، من همه الان آمادم نوکر پدرتونم هستم، خاک پا همه تونم هستم. ولی نه، یه بار داریم خون به ظلم. شما اعصابتو نمیتونی کنترل بکنی، پیرمرد با لگد میزنی، کنار خیابون دختر مردم و باباتون میزنی. حالا یکی میگه آقا چادر از سر دختر کشیدن چرا نمیگی؟ هر کی این غلطو کرده، هر کی بوده غلط کرده، هر کی بوده غلط کرده، چه فرقی داره واسه من؟ چه هر کسی، هر کی با هر نیتی، ما که نمیدونیم چه خبر مملکت، هر کی با هر نیتی چادر از سر کسی کنده، غلط زیادی کرده، ظلم کرده، جنایت کرده، خیانت کرده. هر کی هم دختر مردم رو کنار خیابون با باتوم داره میزنه، دیدید فیلمو که همینجا اصلا کاری نداره، تش اصلا یه فشت به تو داده، خب فشت بده.
یه فوش داده دیگه. تو با باتون دختر مردمو میزنی، دینت چیه بگو ما بفهمیم دینتو چیه، چه میتونی با باتون له کنی دختر مردمو. طرف میگه قرآن آتیش زده. حالا اولا اینا بیاد معلوم کنید کی به کیه، چون وسط فتنه شلوغ بازیه یه چیزی درست میشه. الان پدر من دیروز یه فیلم برای من فرستاده که بابا ببین چه خبر مملکت، یه ماشین پلیس است افسری خون ازش داره میره فلان. بعد رفتم در رو بدم دیدم فیلم قدیمی تصادفه. زنگ زدم گفتم حاج آقا این تصادفه حاجی، مال الان نیست هستم بابا، این مال قبلا برای بابای ما فرستادم. بابای ما 75 سالشه بنده خدا، پیرمرد کلی هرس خورده بود که این چیه دارن کشتن فلان. گفتم حاجی این مال گذشته است، این تصادفه، ماشین پلیس تو جاده چپ کرده. یعنی یه دم اینجوری فتنه میکنن. ولی کلن اساس این که ما به خودمون اجازه بدیم آسیب به دیگران بزنیم. آقا اعتراض، من معترضم، من معترضم، من به حجاب اجباری معترضم، به این راندخاری ها معترضم، به آقازاده بازی ها معترضم، به این قبیله گرایی ها معترضم. الان آقای رئیس جمهور رفته سفر نیویورک، همراهان ایشون کی بودن؟ با چه تخصصی اینا انتخاب شدن؟ با پول بیت المال کیو با خودت بردی نیویورک؟ بردی اینا چه غلطی بکنن؟ یارو تو توییتر کار توییت میکنه، اینو بردیش اونجا چیکار؟ طرف مستند سازه، بردی با خودت چیکار با پول بیت المال؟ نه که ایشون برده ها، رئیس جمهور قبلی هم همین کارو کردن. لشکر را میندازن با پول بیت المال. نه که مختص این رئیس جمهور قبل منصف باشیم، قبلی هم همین غلطا رو کردن. کلن بیت الحاله. بله ما معترضیم، ما به راندخاری معترضیم، به قبیله گرایی معترضیم، اما من حاضر نیستم تو گوش کسی بزنم، تو گوش هیچ کس حاضر نیستم به بیت المال لطمه بزنم، چون به لطمه بیت المال معترضم. من به همه این اختلاسا دوزی همیشه هم گفتم، هزینش هم دادم، تو سن 43 سالگی هم دارم میرم سربازی، همین الان که خدمت شما هم 2 سال زندان دارم که 5 سال تعلیق شده، هنوز 1-2 سالش مونده. یعنی اولین باری که برم دادگاه حکم بگیرم 2 سالم میذارن روش، یعنی یه تیغ بالا سرمه. ولی من میگم من معترضم، اما اعتراضم این نیست که من بیرم تو خیابون چنم شیشه فلان اداره رو بشکنم یا بزنم تو سر اون سرباز. بچه منه، برادر منه، خود من الان شنبه صبح سربازم، خون دماغش بیاد قلبم میشکنه. الان دختر مردم آقا میگن آقا زدیم نزدیم، من که کار ندارم. الان شما میگید چیه این اسمش، پزشکی قانونی گفته نزدن. اولا پزشکی قانونی زیر نظر قوه قضاییه است، باید بدید به یه نهاد مستقل. مشکل از شماست که نهاد مستقل ندارید، من برای چی باید قبول کنم حرفتونو؟ باید یه نهاد مستقل به ما بگه. این که فرمانده نیرو انتظامی میگه تمام ماشینای ما دوربین داره، این یه دونه نداشتیم، مسخره بازیه؟ همین یه دونه اتفاقا نداشت؟ این چه حرفی میزنی؟ از من بپذیر که نپذیرم حرفتو. چرا باید قبول کنم حرفتو؟ کم مگه به ما دروغ گفتید؟ پزشکی قانونی زیر نظر قوه قضاییه است؟ نه آقا، باید بدی به یه نهاد مستقل بررسی بکنه. اصلا من میگم فرض کن نزدی، میگی سکته کرده، استرس کشیده، سکته کرده دیگه. خب چرا دختر مردمو بهش استرس دادیم؟ بعد آقا ببینم، من 12 سال شما درس میخونید تو مدرسه ها دیگه تا یه دیپلم به درد نخور بهتون بدن، درسته؟ تلویزیونم که 20-30 تا شبکه داره دیگه، شبکه مساجدم که هست، شبکه حیاتم که هست، خوبه؟ خب یه دختر 25 ساله حداقل 12 سال تو آموزش پرورش بوده، یه دانشگاه رفته باشه 4 سال، یه لیسانس گرفته باشه 4 سال هم اونجا بوده، این 16 سال این 16 سال هم پا تلویزیون جمهوری اسلامی بوده با 60 هزار کارمند، چند هزار میلیارد در سال بودجه فرهنگی، سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات و چی این اسمش، وزارت ارشاد و نمیدونم دانشگاه معارف اسلامی و دانشگاه مؤسسه امام خمینی و مؤسسه بصیرت و مؤسسه ولایت و مؤسسه هم چی زبان فارسی و مؤسسه این بودجه‌ای که هر سال از دولت میگیرن به اسم فرهنگی، بنده 17 چیه بودجه فرهنگی. خب این همه سال شما میلیاردها، هزاران میلیارد تومان پول گرفتید که کار فرهنگی کنید روی این دختر که 16 سال فقط تو آموزش پرورش و آموزش عالی شما بوده، که پا تلویزیون شما بوده، چیو نتونستی بهش یاد بدی که تو نیم ساعت یه ساعت میخوای یادش بدی؟
غیر از این که اصلا خلاف قانونه که شما کسی رو بازداشت کنی ببری آموزش بهش بدی. به چه حقی؟ چرا یکی رو بازداشت میکنی میبری پیش قاضی، قاضی حکم میده، نهادی که بهش مربوط میشه میره آموزش میبینه، اونم تک به تک باید باشه، گله ای نیست که، گروهی نیستش که. یعنی اصل کارتون خلاف قانونه، همین قانونی که الان هست. بعد یه همچی فاجعه ای میشه، به جای اینکه پاسخگو باشیم همه باید، یعنی مملکت باید فدای یه سری مأمور بشه. خب مگه چند هفته قبلش زن مردم جلو ماشین وای نستد هی گفت بچه من مریضه، بچه من مریضه؟ خب حالیتون نیست، داره میگه بچه، اگه همونم سکته کرده بود چی میگفتید؟ خب داره میگه بچه من مریضه، بچه من مریضه، بچه منو نبر. آقا مادرارم بگو خب مادر جان بیا با هم بری، شما هم تشریف بیارید، بیا با هم. از میگه نمیخوای ببری مادر، آقا در وا کن، مادر جان شما بیا بالا، من خاک پاتم، بیا بالا بریم با هم بریم، کاری نداریم باش که. بعد ماشین روشن میکنه، حرکت میکنه. بعد اون یکی میان شوهرش بازداشت کنن، زنه میچسبه به پنجره ماشین، حرکت میکنه، زنه میخوره زمین. هفته بعدش آقا یا اون یارو پسره گرفته بودنش توی مشهد، بستدش به چیز، انقدر گازش کاوه زدی تو چشش فل، آقا اصلا یارو مجرم است، خوبه آدم کشته، یه چک بهش نمیتونی بزنی تو؟ این چه جور برخورد؟ بعد چرا انقدر هزینه درست میکنید برای مملکت؟ بعد الان شورش میشه، اینترنت رو قطع میکنه. خب فکر کاسبی مردم، زندگی مردم، کار مردم. الان ما اینجا وایفای با فیلتر شکن خارجی باز کردیم، اونم الان ایرانی ها نمیتونن ببینن، خارج کشور یا کسی که مثل ما وایفا داشته باشه بتونه ببینه. اینم الان افردا میبندن ها، میگن ای یه چیزی چیزی سلاخی باز بود ببندیم. طرف رفته بود مالیات، گفته بود آقا من خمس میدم، مالیات چیه؟ پیر مرد بدبخ از این مذهبی ها بهش گفته بود حاج آقا قبض خمس هم بهت دادن؟ گفته بود آره. گفته برو بیار. رفته برده اونجا ماموری گفته خب 5 تومن خمس دادی، این 25 تومن بوده، یک پنجم خمسش، رو 25 تومن مالیات بسته بود بسش. گفته 25 تومن سود داشتی دیگه، ته حساب سال کردم 25 تومن برات مونده که 5 تومن خمس دادی، رو 25 تومن سوده براش مالیات بسته بود. یعنی اینم الان یاد میگیرن، فردا وایفا رو میبینی یه بلای سرش میارن. منتها حرف اینه آقا ببین، جوونه دهش 80 ده 90 خب اومده، احساسات هم داره، میبینه آقا دختر مردم رفت اینجوری مرد، بعد آقا من بچه من مرده، من توقع دارم تو که میگی این دختر منه، اگه دختر خودت باشه تو اسرع وقت رسیدگی میکنی دیگه، با اهتمام تمام رسیدگی میکنی دیگه، بازی که نیست که. آخه الان همه یاد گرفتن این هم دختر ماست. خب اینا الان دختر خودت کجاست؟ دختر خودت کجاست الان؟ کجای دنیا داره درس میخونه؟ اگه واقعا دختر خودت باشه چجوری برخورد میکنی؟ اگه اونجوری برخورد کنی مردم متوجه نمیشن؟ چرا متوجه نمیشن؟ معلومه که متوجه میشن. بعد اونم این مردم، یه وقت آقا یکی میخواد ازتون رأی بگیره، داره هندونه زیر بغلتون میذاره، من از شما رأی نمیخوام، کاری با شما ندارم، ولی ملت ما چجور ملتی هن؟ 43 سال توی این مملکت یه سری شعار دادیم، پدرهای ما رو انداختین دوباره خودتون. خب میشه بگی چند تاش موفق شده، چند تاش محقق شده؟ آزادی، استقلال. بعد یه جوری شده یه نفرم که صحبت میکنه ملت اصلا شک میکنن، تو آقا چه جوریه؟ بچه رو آه برگردیم تو حرفمون، من امرو براتون صحبت دارم. من تا حالا ورزشگاه نرفتم فوتبال ببینم، با اینکه خودم بچه بودم، دستی که نوجوان و جوان بودم، دستی که قوم فوتبال بازی میکردم، مربی ما علی قیچی‌ساز بود، خدا رحمتش کنه. این چند وقت پیش تو نیروگاه مغازه منفجر شد، مغازه بغلی منفجر شد، علی پایین کارگاه قیچی سازی داشت و چاقو و این چیزا، بچه زنجان بود دیگه، ریخ روش و علی هم ابین رفت، خدا رحمتش کنه. ما دستیه که قوم فوتبال بازی میکردیم. من یه بار رفتم ورزشگاه، اونم بازی تیم ملی و رو ویدیو پروجکشن نشون میدادم، با زن و بچه را دادن همه رو، ما رفتیم.
من اعتراض دارم چرا نمیذارید خانوادگی ما بریم فوتبال ببینیم. ما چجور خانوادگی میریم سینما بغل هم میشینیم؟ مشکلی مگه پیش میاد؟ تازه تاریک هم که هست. خب چجوری شما جلسه میگیرید، نمیدونم سرود میخواید بخونید، با زن و بچه میرید همون ورزشگاه آزادی میخونید، مشکلی هم پیش نمیاد. ما میخوایم با زن و بچه بریم فوتبال تماشا کنیم و تا این استاندارد رعایت نشه من پامو نمیذارم ورزشگاه. خب تو هم پاتو نذار ورزشگاه. یه وقت میره ورزشگاه سنگ برمیداری میزنی، مامورا میگه آقا سنگ زدم، بهانه میدی دستش، اونم گازشگاه بر بزنه. یه بار نه آقا، مگه مردای ایران اینقدر به خانواده احترام میذارید، اینقدر میگید آقا مادر قسم بزرگ ما قسم مادره؟ خب بابا وقتی به مادرتون داره توهین میشه، به خواهرتون داره توهین میشه، خب همکاری نکنید. اگه هیچ کدوم نریم ورزشگاه اینو بعد چیکار کنن؟ مجبورن درشو وا کنن. هیچ شیشه ای هم شکسته نمیشه، هیچ حرمتی هم شکسته نمیشه، نه سرباز کتک میخوره، نه دختر ما کتک میخوره، نه خب اون دختری که خودشو آتیش زد، بله آقا پسرا میرفتن استادیوم طرفداریش سوچ، خب اونم طرفداره. حالا من طرفدار هیچ تیمی نیستم، ولی دیدم یه عده واقعا عشقشونه. بابا دخترا رو همین 400 500 تا که راه دادن گریه میکردن میرفتن تو زمین ورزشگاه رو بوس میکنه میره تو. خب آقایون مردا وقتی یه جایی استانداردهای آزادی رعایت نمیشه همکاری نکنید. نمیخواد شیشه بشکنید نه چیز. من معترضم ولی اغتشاشگر نیستم. تحت هیچ شرایطی. ملت بزننم نوکرشون. مگه کم به من فحش دادن این چند وقت تو اینترنت؟ من لایف گذاشتم از این دختر حمایت کردم، گفتم آقا این چه جنایتی دارید میکنید؟ چیکار میکنید؟ کلی فحش برای من فرستادن، فحش ناموس. چرا میگن اونجوری که ما میگیم باش؟ آقا من مثل شما نیستم عزیزم. بعد تو چه فرقی داری با اینا که اینا میگن مثل ما باش؟ آخه بدبختی در پنجره به هم جوره، در تخته به هم میاد. کلا میگن هر کی میگه مثل ما نباشی پس تو ضد مایی. نه آقا من اعتراض دارم ولی حاضر نیستم یه سنگریزه سمت یه سرباز بزنم، چون اون داداشمه، چون اون پسرمه، چون اون پدرمه. حاضر نیستم به یه سرهنگ، به یه درجه دار، به کسی ذره تلنگر بخوره. از اون ورش هم حاضر نیست. من دیدم این دختر عرضت به خود قلبم داشت در میمد که تو چه بی انصاف، چه موجودی هستی، چه جوری تونستی؟ اگه اونجا باشم میرم جلو منو بزنه ها، من دست رو یارو بلند نمی کنم. یا با منو بزن، ناموس مردم چیکار دادی؟ یه راهی هست، ببین یه مسیریه، این یه مسیره. من اعتراض دارم، به خاطرش هم هزینه دادم، هم دادگاه رفتم، هم زندان رفتم، انفرادی بودم، چم ریختن تو شرکت بردن، کارشکنی کردن، هزار تا داستانه. دیروز یکی به من میگه چرا مردم رو نشون نمیدید تو تصویر؟ گفتم همین مونده دیگه، مردم رو نشون بدیم یارو کارمند کاسب موصل چیه اذیتش کنن؟ چرا بچه دوستم رفته حوزه علمیه ثبت نام کنه، بهش گفتن پدر شما با اونایی که خل لباسن ارتباط ندارن. بچه سیکلی اصلا گفته خل لباس چیه؟ مثلا لباس چیه که خلش چی باشه؟ مرده حسابی بابا یارو با ما تو مدرسه در اینجوری باشه که ما مدرسه همون 450 تا طلبه بودن به همه شون اخراج کنه در حوزه، چون یه روزی ما تو مدرسه درس خوندیم. چه ربطی داره؟ پادگانه مگه اینجوری با مردم برخورد میکنی؟ باشه من هزینه انتقاد دارم، میدم، بیشترش هم حاضرم بدم. همین پست آخر که گذاشتم از 10 زنگ زده گفتم وردار، گفتم ورده میدارم، گفتم ورد چه حرف بیادبی توش نزدم، حرف درست زدم. گفتم به اونی فوش بدید، من که اصلا با اصل فوش دادنه مخالفم، ولی تو که داری فوش میدی داداش فوش بده به اونی که این بساطو درست کرده. چه ربطی به هیئت داره؟ ما هیئتیم، ما گریه میکنیم که 1400 سال پیش 1300 سال پیش یه دختری رو ترسوندم، بعد من بیام یه دختری رو بترسونم خوشحال باشم؟ بی غیرتم اگه خوشحال باشم، بی شرفم اگه خوشحال باشم؟ من خودم رو بی شرف میدونم که زندم، که اینجوری دخترامون دختره برمیگرده میگه من حاج آقا من خجالت میکشم که دختر به دنیا اومدم، این چه مملکتیه؟
با خیانت به اسلام، خیانت به قرآن، خیانت به این مملکت، خیانت به تمدن چند هزار ساله، خیانت به کلمه ایرانه، خیانت به انسانیت، خیانت به کلمه مادره، به کلمه دختره. طرف میگه چادر از سر زن کشیدم، میدونی چی میشه؟ اولا کی کشیده؟ من هزار تا معترضه رو میدونم. مادر خودشون طرف، مادر خودش چادری معترض کف خیابونه. مادر من چادریه، منتها چادری زمان شاهه، زمان پهلوی دوم، مجبور نبوده چادر سرش کنه، انتخابش چادر بوده، انتخابش چادر بوده، میتونست اون موقع چادرم سرش نکنه، خانواده‌اش هم گیر بهش نمیدادن، انتخابش بوده. ولی قطعا مادر من مخالفه که شما یه دختری رو بزنید تو سرش باباتون، قطعا مخالفه اینه که توی استرسی قرارش بده که جونش اب این بره، اب دختر اون دختر انگار دختر ماست. 22 سال آقا دختر ندارید، بچه ندارین، نمیدونید یعنی چی؟ فکرشو بکن، فرض کن دختر خودته، توی شرایطی قرارش بدی اصلا بگو نزدیدش، سکته کرده. حالا نزدیدش هم معلوم نیست، شما فیلم ونو نشون ندادید که، یه فیلم نشون دادید توی سالن بوده، بعدم نشون دادید که جنازه شما اومد بیرون. اونش باید قشنگ یک کمیته حقیقت یابی که مردم رو قانع کنه درست بشه، برن تش ببینن چه خبره. ولی اینم نباشه، همین ترسوندن، همین که ترسیده تو استرس قرار گرفتش، همین بابا باید بمیریم از این داغ. و از داغ این که یه زن چادری چادرش کشیده شده، هر کی کشیده، اصلا به توطئه کردن این کارا رو. چون من معترضا رو خیلی هاشون رو میشناسم، اینجوری نیستن، با ما رفیقه، مادر خود یارو میگم چادریه. حالا همیناشون که میشناسم. خب آخه داداش یه چیزی به شما بگم، امام حسین اگه با پرچم امام حسین تو سر کسی نزنی، پرچم امام حسین چند سال، پرچم امام حسین برافراشته 1400 ساله، چرا یکی باید بیاد به پرچم امام حسین توهین کنه؟ آخه چیکی؟ آخه قبول نداری، منم خیلی چیزا قبول ندارم، میرم آتیش میزنم. اگه به اسم امام حسین زده باشیمش چی؟ اگه به اسم امام حسین زده باشیمش چی؟ آفرین، اونم اشتباه میکنه، فکر میکنه که امام حسین گفته بزن. من تایید نمیکنم زدن هیچ کسو، چه زن چادری چه غیر چادری. من یادمه 88 من توی میدون هفته تیر بودم، رفته بودم اونجا جلسه ای داشتیم برمیگشتم تو میدون هفته تیر، آقای سلیمانی هم با ما بود، الان نیست، با پژو بودیم، من راننده داشتم، رفتیم سخنرانی، من بالاس روحانی بودم، اومدیم یه جا تو ترافیک، بغل ما یه زنی بود سن مادر من، سن مادرم، مانتویی بود و روسری، دخترش هم روسری معمولی دیگه، یه ذره ماشومه، تا ما رو دید من دیدم شیشه رو یواش داد بالا، تو ترافیک بغل هم بودیم، به دخترش گفت درست کن درست کن، شروع کرد، من هی بوق زدم پنجه دادم پایین، گفتم خانم شیشه بده پایین، گفتم خانم من چی کارم آخه، چرا من میترسی؟ گفتم خانم من چی کار شما دارم، سن مادر منی، بر چی هم من میترسی؟ آقا عزیزم، عشقم، پسرم، داداش، امام صادق علیه السلام یه دختری تو خونش کار میکرد، حضرت گفته بود بالای این پشتبونه کسی نره، یه نخل خرمایی روش بود، خرما داشت، ظاهرا پشتبونه مثلا مشرف داشته یه چیزی بوده، گفته بود بالا این کسی نره، دختره بچه پسر امام صادق یه سالش بود مثلا، اینجوری سن کوتک، بغلش بود، نردبون گذاشته بود بره بالا سر این خرماه، وسط پله بود، وسط نردبون بود، حضرت اومد تو، این حضرت رو دید ترسید، بچه دستش افتاد، بچه امام صادق مرد، یک امامزاده مرد. بعد یکی سه دید که فرداش اومد پیش حضرت، دید حضرت ناراحته، به حضرت گفت شنیدم بچه‌تون اینجوری شده، برای پسرتون را، گفت برای پسرم ناراحت نیستم، اون که مرده پیش خداست، اون که جاش بد نیست. به حضرت گفت برای چی ناراحتی؟ گفت من موندم، من چی کار کردم این دخترم من ترسید، چرا این از من میترسه؟ پسر امام صادق و کشته با سهلنگاری، حضرت ناراحت اینه که تو چرا من چی کار کردم تو ترسیدی؟ امام سجاد یه چوپونی داشت صداش کرد فلانی، جواب نداد، فلانی
میگه حضرت باید بالا سرش توی داره به لباسش ور میره. آقا بهش گفت صدا منو نمیشنوی؟ گفت چرا؟ گفت چرا جواب نمیدی؟ گفت همینجوری داشتم اینو درست میگم جواب. آقا بهش گفت تو همه نمیترسی؟ گفت تو این خونه هیچکی از تو نمیترسه. امام سجاد رفت رو سجده گفت خدای شکرت هیچکی همه نمیترسه. پسر خوب اگه من تو هیئت، اگه از هیئت کسی آسیب، اون آسیب رو از هیئت میدونه، اون دهه هشتاد چه تحلیلی میتونه داشته باشه اونجا؟ به من فحش میدم، من با لباس روحانی، اصلا همین هیئتی که گرفتیم، من روی اطلاعی گشتم جلسه سخنرانی 50 تا فحش اومد صبح، فلان فلان شده، هیئت گرفتی شروع کرده فحش دادن به هیئت. چرا فحش میده به هیئت؟ فکر میکنه این هیئت بهش لطمه زده. خب بریم باش صحبت کنیم، مگه به اهل بیت فحش نمیدادن؟ چه جوری برخورد میکردن؟ طرف به امام باقر تو جمع داد زد، امام باقر وارد یه جایی شد تعویلش گرفتن، این بهش برخورد، مسلمون هم نبود، به امام باقر گفت انت بقر. بقر میدونی یعنی چی که طلبه ای؟ بقر یعنی گاف، باقر یعنی شکافنده. به امام باقر گفت انت بقر؟ حضرت فرمود نه من باقرم. گفت ها همون که شنیدم میگن مادرش کنیز بوده، داره به مادر بزرگش تیکه میندازه. حضرت فرمود نه من مادرم آزاد بوده، دخترم و پدرم بوده. امام باقر مادرش کیه؟ فاطمه بنت حسن. گفت نه من دخترم و بابام بوده. گفت ها میگن آشپز بوده. حضرت فرمود آشپزی که هنره. گفت بددهن بوده، بیشرم بوده، داشت فحش میداد به حضرت، به مادر حضرت. حضرت فرمود مادر من اگه اینه که تو میگی، خدا مادر من ببخشه بیامرزه، اگه تو اشتباه میکنی خدا تو رو ببخشه بیامرزه. میگه یه ماه بعد برگشت اومد پیش حضرت، بهش گفت این چه جواب بود دادی به من؟ من بیچاره خودت کردی، من میخوام به مکتب تو در بیام. اصلا شما فرض کن یه کسی فکر میکنه هیئت بهش لطمه زده، چون عزیزم الان این اتفاقات کشور از چش اسلام میبینن، از چش قرآن میبینن، از چش اهل بیت میبینن، از چش همین هیئت ها میبینن یه عده‌ای. خب از نظر ما اشتباه میکنن. ما تو هیئت به شما گفتیم برید دختر مردمو بزنید، یا گریه کردیم که یه دختری رو زدن. ما همینجا میمدیم خدا رحمت کنه حاج آقا محمودی و بابای آقای محمود، یه پیرمردی بود آقا 50 سال اینجا میشست گریه میکرد برای اهل بیت، برای خودش یه جوری روزه حضرت رقیه میخون. من خودم بچه بودم نوجه، من با شلوار ماماندوز اومدم اینجا هیئت، بعد روزه میخون. ما انقدر حس پیدا کرده بودیم که من شکلات میخریدم خودمون نون نشتیم بخوریم، بچه بودیم خودمون یه شکلات میدیدیم کیف میکردیم، شکلات میذاشتم جیبم که اگه یه دختر بچه دیدم شکلات بهش بدم. تو همین خیابون صفایی یارو زد تو گوش دخترش، من نمیفهمیدم که مثلا حالا خب اون اشتباه میکنه تو اشتباه نم، من بچه بودم نوجوان بودم، من حمله کردم به یارو گفتم غلط میکنی بچه رو میزنی فلان، بچه ترسید خودشم. گفت آقا بچه هم گفتم بچه ده بی خود میکنی بچه، بعدم بچه ترسید عجب غلطی کردی اومدیم آتیش با آتیش خاموش کنیم. گفتم آقا نزن بچه رو چرا میزنی؟ اونم نگاه کرد به ما دید تریپ مام هیئتی و اینا، خب فهمید که مثلا. گفت آقا چی ببخشین آقا اشتباهشو، بچه‌شو بچه رو بغل باباش، خب معلومه خب من چیکارشم، ولی میخوام بگم تو این حس به ما دست میداد. خب آقا اون نمیدونه عزیز من، اون ده هشتاده فهم میکنه از چش من هیئت میبینه، از چش امام حسین میبینه. تو فرض کن اصلا توهین کرد به امام حسین، اگه امام حسین بود چی کار میکرد؟ میزدش؟ لهش میکرد؟ به ما گفتن اگه کسی بهتون بدی کرد چجوری جواب بدید؟ وصددنی لعن آرد من قشنی به نوس دای مکارم الاخلاق، میگه خدایا منو محکم کن، هر کس با من دورو بود من با صداقت باش برخورد کنم، هر کس منو محروم کرد من بذل کنم بهش، هر کس به من بی توجهی کرد بهش توجه کنم. میگه و اثیب من حرمنی بالبذل، تلافی کنم کسی که منو محروم کرده به بذل، نه که اگه فوش داد ستا بذارم روش بگم، اگه سنگ زد منم تیر بزنم بعد اسمشم بذارم دفاع از اسلام، دفاع از جمهوری اسلامی. میگم همه جهان بشه حکومت اسلامی و به شما بگن که آقا فقط هزینه‌ش اینه که خون یه مظلوم ریخته بشه، نمیارزه از نظر اسلام. جلوشو بگیریم، جلوشو بگیریم،
ولی من یه چیز به شما بگم، این میوه تلخو میبینی یه درخت داره داداش. نه 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 نه، اصلا ما این ثمره کار خودمونه. باید الان میگم، من خودم میگم الان، من خودم الان چشم گوش کن، این میوه یه درختیه. ببین بچه های عدالت خواه که بچه حزب اللهی هم هستن، مثلا وحید اشتری مسئول بسیج دانشگاه تهران بوده، گفتن آقا به ما مجوز بدید میخوایم اعتراض قانونی کنیم. مثلا میگه آقا ورزشگاه آزادی، آقای وحید اشتری، آقای فلانی، آقای فلانی، چهار تا سازمان نهاد، مسئولیتش با شما، هزینه‌ش هم مثلا باید بدید، میخوایم جمع بشیم. ببین اعتراض که مشکل نداره که، اختشاش بده. اعتراض، من اعتراض دارم. خب وقتی شما اجازه نمیدی اعتراض قانونی کنه چی میشه؟ شما یه رودخونه یا مسیر اصلیشو ببند، آب کجا میره؟ تو هرزجوبا میره دیگه. بعد شما جلوشو ببندی تا تو هر بگی آب، ببین هرز رفت، بابا تو راهو بستی عزیز من، خب راهشو باز کن. من اعتراض دارم آقا، من اعتراض دارم، نه شیشه میشکنم، نه سرباز میزنم، نه افسر میزنم، نه چادر از سر کسی، من زن خودم چادریه، انتخابش ها، من کاری باش ندارم، هر جوری میخوای لباس بپوش به من چه؟ من برای نماز صبح تا حالا هیچ که بیدار نکردم تو خونم، به من چه ربطی داره؟ واجب توه، به من چه؟ پاشو بخون خودت، واجبی نیست که من زور کنم تو ریالا پاشو نماز، که به من اگه من عرضه داشته باشم خدا رو بهش نشون بدم خودش سجده میکنه، اگه اون عرضه رو ندارم زوری بلندش کنم نماز بخونه به چه دردی میخوره؟ انتخاب خودش. ولی من اعتراض دارم به حجاب اجباری. طرف مسیحی، یهودی، زرتشتی، اصلا نیست تو مکتبش حجاب نیست. بعد میگه آقا حجابو ول کنی برهنه میشن. چی میگه؟ چی میگه؟ خب الان تو عراق حجاب آزاده، برهنه شده کسی؟ میدونی تو عراق حجاب آزاده؟ آزاده میدونی چجوری؟ اگه یه کسی حجاب نداشته باشه بری بهش بگی چرا نداری، تو مجرمی. یعنی تذکر دادن به بی حجاب جرمه. شما عراق رفتی، کربلا نجف و ولش کن، من خالص رفتم، من به عقوبه رفتم. خب شهرهایی که چیز نیست، مذهبی نیست، من برهنگی ندیدم، دانشگاهشونم رفتم اونجا دیدم، من برهنگی ندیدم. شما به چی میگی برهنگی؟ لخ شده بود؟ خب خدا بابا تو بیا مرزه، تعریفت از برهنگی یه چیزیه، برهنگی تو دنیا تعریف داره، ولی حرفم به شما اینه، میخوام بگم شما نمیتونی حقوقشون رو نادیده بگیری. من اعتراض دارم، خب آقا یه را بده اعتراض کنم، یه جایی شما به ما بده، ما میخوام جمع شیم اعتراض کنیم. اگه جاشو ندادی، چهار نفر احساساتی شدن یه حرکتی کردن، میتونی بگی اشتباه دارن میکنن. غیر از این که میدونی این اعتراض یه میوه است، این یه درخت داره. خبر، مجلس شورای اسلامی گزارش داده 92 هزار میلیارد اختلاس در فولاد مبارکه. البته من عدد قبول ندارم و دروغه، نه حالا بیشتر نیست، ولی همونی هم که هست خیلیه، چون اشتباه حساب کردن، این بلدش هم نیستن چجوری حساب کنن. و اصلا صادق نمیدونم مجلس رو تو این حرفی که زده، چون خود مجلسی ها بزرگترین فساد تو مملکت در خود همین مجلسی هاست، چون به وزرا فشار میارن، مدیر میذارن این ور اون ور، بی خود میکنید، دخالت میکنید تو کار قوه مجریه. همین مجلس قیمت میذاره رو اجناس، بی خود قیمت میذاری، رانت ایجاد میکنی، بعد مدیری هم که خودت میخوای فشار میذاری، مدیره رو میذاری سر کار، رانتر هم میده به اونی که تو میخوای، این فساده دیگه. برای همین من لشکر اینا نمیشم، تو صداقتشون شک دارم. ولی خبر، ببین خبر، حالا من تحلیل میکنم، بچه ده هشتادی به من دیروز، داشتم از تهران میمادم قم، خوردم به این شلوغیه تو ترافیک، دو سه تا این موتوری اومدن بغل ماشین منو شناختن، شیشه دادم پایین، گفتم جون مادرت مواظب خودتون باشی، تو رو خدا نکنید عزیزم میری یه تیر میخوری. گفت حاجی آقا بالاتر از سیاهی رنگی نیست، گفتم به خدا رنگی هست، خدای نکرده یه بلایی سر بیاد، اصلا فلج بشی خدای نکرده، بیفتی گوشه خونتون، نکن پسر. برگشته من میگه حاجی من 8 سال کارگر بازارم، برجی 4.5 میگیرم، من چی دارم از دست بدم؟ من چی جوابشو بدم؟ فکر میکنه من کی میتونم ازدواج کنم، کی میتونم خونه دار شم، کی میتونم یه ماشینی که دوست دارم بخرم، کی میتونم اون سفری که دوست دارم رو برم؟ داداش آدم میخواد
قضاوت کنه. اولا دولت وظیفش مدارای با مردمه، بالاتر از مدارا رواداری، نه فقط مدارا، دولت وظیفشه، وظیفشه که درک کنه مردمشو، واقعی درک کنه. بابا میشینید تو ماشین آقایین مسئولین، مگه نمیگید خودرو ملی؟ آقا بنز و بی ام و سوار نشید. حاج آقا خود شما بی ام و سوار میشید؟ داداش من پول شخصی خودمو میرم باش بی ام و میخرم، معلومه که اگه من پول داشته باشم قطعا ماشین خوب میخرم. پول شخصی، نه پول بیت المال. شما با پول بیت المال بی ام و و بنز و نمیدونم هیوندایی و کیا و ماشینای خوب سوار میشید، ماشینام دودی محافظ، آقا پلیس جلو میره، دارن یه کسی رو میبرن، پلیس بوخ بوخ بیا کنار بیا کنار. عزیز من آمبولانس مریض میبره، درسته، تو داری یه مسئولی رو میبری، بی خود میکنی منو، وادار میکنی بیام کنار. خب مثل آدم، مثل ما رانندگی کن برو. خب چرا این ماشینا رو سوار میشید خودتون؟ بعد ملت چی سوار بشن؟ 500 میلیون تومن پول بدن دینا سوار شن. با 500 میلیون میتونه بی ام و ایکس 4 بخره تو دنیا، با همین دلار 30 تومن الان ها. چرا من باید؟ بعد میگه چی؟ میگه دفاع از چی ملی، تولید ملی. خب میدونم میشه بگید مدیر ایران خودرو رو کی میذاره؟ چرا دولت میذاره؟ دولت چقدر سهام داره توی ایران خودرو؟ چرا 3-4 تا از اعضای هیئت مدیرش رو شما میذارید؟ این چه حیات خلوتی درست کردید؟ چرا اونجا کلی کارگر اضافی داره؟ چون هر نماینده مجلسی رسته 5 تا رو فرو کرده اون تو. بعد ایران خودرو ورشکسته است یا ورشکسته نیست؟ یه شرکت چند هزار میلیارد ضرر انباشته داره، هم ایران خودرو هم سایپا. چرا نمیدید کارو به کاردونش؟ ما باید نتیجه بی مدیریتی شما و بی کفایتی شما رو، جون و بچه، زن و بچه من باید بدن هزینه‌شو؟ پرای دیدی تصادف میکنه انگار نیست، یعنی جنازه رو میبینی ماشینه نیست، میگه ماشینه کو، میگه لا چرخای این کامیون است دیگه، همونا که میبینی. دیدی غزالا دندون میمونه؟ به خدا دارم روزه میخونم میخندید. سالانه 15,000 ایرانی کشته میشن برای بیکفایتی مدیرای ایران خودرو و سایپا، برای یه چیزی، یه مفهومی به اسم تولید ملی. این کو تولید ملی که تو چین تولید داره میشه؟ تمام قطعات شما اونجا دارید میزنید. بعد من دهه 80 به من حق بده اگه من حسن آقا میری نباشم. من خودم وایستادم به 200 نفر زنگ زدم بچه ها جون مادرتون نرید بیرون، طور خدا نکنید این کارا رو. میزنم بابا میزنم، ناکار میشی، نرو عزیزم، نرو عشقم، نرو. به اون بازیگر سینما زنگ زدم جون مادر تحریک نکن مردمو، به خدا خون توشه، نکن، نمیتونی جواب بدی، راهشی نیست. ولی حق میدم به جوون دهه 80، حق میدم که بیاد کف خیابون، چیزی نداره دست بده، کی میتونه ازدواج کنه؟ شما خودت چند سالته بابا؟ خدا پدرتو بیامرزه، 19 سالته، پسر من حساب میشی، من 43 سالمه. کی میتونی ازدواج کنی؟ که حالا طلبه ای، طلبه ای، آره از این ازدواجه که شما میتونی، آره از اینا میشه، از این ازدواجه، آره تو میتونی خودت میتونی خونه دارشی. الان درآمد شما چقدره؟ خب شغل داری، شغل داری، کرمونی؟ وایسا وایسا، کرمونی؟ بابات پولدار بوده؟ شغلت چیه؟ بازار فارکس چیه؟ طلبم هستی؟ این درسته، قبول دارم، ولی بازار فارکس تولید، حالا ولش کنه بینر، خوبه دیگه، حالا درآمد ده. گوش کن آقا، چیه؟ دانش بنیان، آره یه که پسر یکم مسئولین شرکت دانش بنیان وی پی ان زده بود در کانادا، کارش میگیره چون الان بسته شد همه چی، الحمدلله کارآفرینی میشه. چیه؟ در این حد بهتون اجازه میدن که وی پی ان اونا رو دانلود کنید. آره حالا گوش کن شما آقا جون، یک گوش کن، حالا ما پیغمبر رو جرزیز خوردیم، طلبه است تو بازار فارکس کار میکنه، یعنی تنها چیزی که به ذهنت نمیرسه که یه طلبه باشه فارکس هم کار کنه، درآمدش هم خوب باشه. اینو گوش کن، 99% دهه 80 دهه 90 شغل چی میتونه شاغل بشه؟ اگه باباش پول داشته باشه،
شما میشی کارمند یه اداره. الان کارمند یه اداره برج چقدر حقوق میگیره؟ محصولایی که بلوغ نجومی میگیرن نمیگم، کارمند رو میگم. کارگر حقوق پایش چقدره؟ 6 خورده یه الان با قانون جدید. خب من 10 تومن حقوق میدم بابا، ولی میدونم 10 تومن به هیچ جای کارگر من نمیرسه، به زندگیش نمیرسه، متأهل بچه داره، 10 تومن چی میشه؟ اینو گوش کن، گوش کن. طرف میگه من برج 7 تومن 8 تومن نه 10 تومن حقوق میگیرم، سالش میکنه 120 تومن. چقدر باید اجاره خونه بدی؟ فکر میکنی یه ایرانی اگه هیچی نخوره چند سال پولش رو جمع کنه میتونه یه خونه بخره؟ میدونی ناامیدی چی کار میکنه با آدم؟ طلبه هاش نون نرم بخورن اصلا، درست نیست این حرفا. من میخوام یه چیز دیگه بهت بگم، میخوام یه 10-80 رو درکش کنیم. میدونم مثال، حالا اینا که کف خیابونن الان 10-80 10-90 بیشتر نوجوان و جوونن، این سنن، این که من دیدم این سنن. حرفم چی؟ آقا میخوام یه چیز دیگه بهتون بگم، حرفو گوش کن. میخوام خودتو بذاری جای، اصلا بذار جای جوون، از سن 15 مثلا تا 30 سال. خب میخواد خونه بخره، میخواد ماشین بخره، میخواد ازدواج کنه، میخواد کار کنه، میخواد مسافرت بره، اینا حداقلای زندگیه. من نمیگم بخواد به رویاهاش برسه، اینا حداقلای زندگیه. کی میتونه به اینا برسه؟ باباش هم یه کارگر باشه مثل خودش، یه کارمند باشه، یه معلم باشه باباش، یه کارمند اداره باشه باباش، کی میرسه به این چیزا؟ اینا ابتدایات زندگیه. بعد نمیشه توقع کنی که حالا این آدم بیا توی خیابون دهنش هم کنترل کنه. نمیشه این کارو بکنی. بعد غیر از این نشسته که الان من دارم با شما صحبت میکنم، شما میشه یه مسئول به من بگید بشینه همینجوری با بچه ها حرف بزنه؟ در همین من که هیچ کارم، یه مسئول الان بشینه اینجوری با مردم حرف بزنه، دسترسی بهش باشه، بشه هر کی مسئول میشه 20 تا در میذارن جلوش، 20 تا دربان دیگه نمیشه ببینیش. میدونی حضرت علی به مالک اشتر گفت مالک اگه مردم دورت کنن زشت و زیبا بهت نشون میدن، زیبا رو زشت، خبر رو به خوردت میدن، حقیقت رو نمیفهمی. پس اتفاقی که میفته همین میشه، طرف فکر میکنه امام حسین مقصره، هیئت مقصره، من بهش حق میدم داداش، خودم رو میذارم جاش، میگه هر کی زددش ریش داشته، هر کی کتکش زده ریش داشته، هر کی مخالفش بوده ریش داشته، هیئت میرفته از امام حسین دم میزنه، مسئول ما نها کن دیگه، همش دم از اسلام و قرآن و پیغمبر. خب جوونم همه مقصر و اسلام و قرآن و پیغمبر میدونه دیگه. حاجی اونی که میگه برای دختر سنی مملکت به هم ریختی، اون شیعه هم نیست، که اگه شیعه بود میفهمید که اصلا سنی شیعه یعنی چی. سنی شیعه چیه؟ مسلمونه، غیر اصلا مسلمون نیست، انسانه. به مالکشتر میگه مالک، مردم یا هم دینتن یا هم خلقتن، انسانه. بعد تو چه جور انسانی هستی که یه بچه مرده میتونی فکر بکنی که مذهبش چی بوده؟ مذهبش هر چی بوده. علیکم به درایات لا به روایات، همت العلماء الدرایات، همت السفهاء الروایات. شما الان من از روی اینجا بلند کن، حضرت علی رو بشون اینجا، اگه حضرت علی اینجا نشسته بود الان میگفت نه دختر سنی بوده بی خیال. امام حسینی که میشناسید، همین انقدر که میشناسید، امام حسین اگه الان بود میگفت این دختر مذهبش چی بوده؟ به مذهبش چی کار داری؟ چه کارشون کنن؟ بله، چرا نمیشه؟
من راه دارم، من راه پیشنهادی دارم براتون. گوش کنید بچه، بسم الله الرحمن الرحیم. راه پیشنهادی: یک، ایجاد دگرگونی در خود. نمونه تغییری باش که میخواهی در جهان ایجاد کنی. به عنوان یک انسان، عظمت و شکوه ما در بازسازی جهان نیست. این طرز تفکر جهان اتمی است. باید به بازسازی خودمان بپردازیم. اگر بتوانی دگرگونی، دگرش پیدا کنی، منظور همون دگرگونیه، اگر بتوانی دگرش پیدا کنی، جهانی را مورد دگرگونی قرار خواهی داد. اگر نگرشت دگرش یابد، احساس و اعمالت دگرش می‌یابد و لاجرم جهان پیرامونت دستخوش تغییری عظیم خواهد شد. من دارم میرم شنبه سربازی، اگه به عنوان یه سرباز منو ببرن کف خیابون 1000 تا سنگ ملت به من بزنن، یه باتوم از من نمیخورن. اینو بدون، من سرباز بیلیاقتیم برای فرماندهی که دستور حمله به مردم بده، چون حاضر نیستم احدی رو فوش بده به اول. مگه به من فوش نمیدن؟ همین الان دارن به هم فوش میدن، اصلا تهدید کنن بزنن، من این کاره نیستم به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی. چرا؟ میگم انسانه، اصلا راه اصلاحش زدن نیست. اگرم ببینم کسی رو داره میزنه، حاضرم سپر بشم، من کتک بخورم، سرباز بغل دستیم کتک نخوره. ولی اگه فکر کنی من تو رو میزنم، من این کاره نیستم. عزیزم، ما از حیف و میل بیت المال ناراحتیم، درسته؟ این همه اختلاس، این همه دزدی که شده، خبراش اومده 3000 میلیارد، 10000 میلیارد، 92000 میلیارد، فلان چی، ناراحتیم. من حاضر نیستم به بیت المال لطمه بزنم تحت هیچ شرایطی، به هیچ وجه. اعتراض دارم به خیلی چیزا، اما شیشه ای رو نمیشکنم، بیت الماله، چون من مخالفم با اونی که لطمه میزنه، چه 1000 میلیارد چه 1000 تومان. مدرسه امام موسی سعد همینجاست، ما اینجا درس خوندیم. رفتم پیش مدیرش، گفتم داشت من بچه بودم حالیم نبوده، 2-3 تا صندلی زدم شکوندم، از این صندلی اینجوری ها میمد، مثلا میخواستیم بگیم خیلی زور داریم با مشت میزدیم، مثلا بگیم زور میدیم، یکی نبود به ما بگه بیشور، مثلا این مشت، مثلا این چیکار میکنی؟ رفتم گفتم آقا من چقدر پول بدم یه 2-3 تا صندلی بخر بذار اینجا. او کلی میخندید مدیره. گفتم آقا ضربه زدم دیگه، خب میخوام جبران خسارت کنم، خسارت ایجاد کردم، میخوام جبران خسارت کنم. نمیگم آقا خیلی آدم درست، نه آقا فهمیدم ضربه زدن چه 1 قرون چه 1000 میلیارد خلافه. تغییر رو باید از خودمون شروع کنیم. من مخالفم که کار مردمو پشت گوش بندازی، مخالف اینم که آقا جنس تولید کنی بی کیفیت بدی دست مردم. امروز کارمند خودم زنگ زده گفته در شیشه رو میتونیم سیل کنیم، میتونیم سیل نکنیم، یه پلاستیکی میخوره دور در، در رو میگیره با یه مقدار پایین وکیوم میکنه، اینم میتونیم انجام بدیم، مثلا این قیمتش اینه، اونونه، این کیفیتش بهتره. گفتم خب خانم دوتاشو انجام بدیم چی میشه؟ هم سیل کنیم هم دورشو ببندیم. بند خدا گفت باشه حاج آقا چشم. گفتم قربون شما خدا بشم، خب باشه کار با کیفیت تر انجام میدم، دوتاشو انجام میدم، چون ممکنه شیشه از سیل میشه، درو میبندیم اون سیل پاره بشه، روشم یه پلاستیک میزنیم. چرا این کارو میکنم؟ چون خودم دوست دارم یه جا میرم اون آقایی که اونجا هست، اون کاسه، به من احترام بذاره، غذای تمیز به من بده، جنس تمیز به من بده. من اگه تو شرکتم جنس کثیف تولید بکنم، خائنم به حرفی که آقا چرا کثیف تولید میکنم. من خودم شروع کردم، از خودم شروع میکنم. ورزشگاه دوست دارم برم، ولی با زن و بچه‌م، هر وقت باز شد ما میایم، اگه نشد منم نمیرم. وقتی من نمیرم، دخترم هم نمیگه بابا من بیام ورزشگاه، منم نمیرم دخترم، هر وقت شد با هم بریم با هم میریم، نشد نمیریم، استاندارد ما رعایت نمیشه ما نمیاییم. آقا چرا تو فلان قضیه شرکت نمی کنی؟ آقا استاندارد ما رعایت نشده دوش ما شرکت نمی کنی. تغییر رو باید از خودمون شروع کنیم. نمیتونه کسی که دم از اصلاح میزنه مصلح نباشه، صالح نباشه. مصلح اگه صالح نبود دروغ میگه. من میخوام بگم آقا
چرا کار مردم رو پشت گوش میندازید؟ خودم اگه تو شرکت خودم این کارو بکنم، چرا حق کارگر رو نمیدید؟ خودم اگه ندم، الان نشستم اینجا میگم کارگر کی خونه دار میشه؟ خب من خودم کارگر دارم، برای خونه دار شدنشون چیکار میکنم؟ اگه من برنامه نداشته باشم، معلومه این حرفا رو منبر دروغ دارم میگم. بعد رفتم دیدم یه شرکت انگلیسی تمام کارمنداشو شریک کرده در سود. درسته کارگره داره 10 تومن حقوق میگیره از من، ولی من که میدونم این خونه زندگیش درست نمیشه با 10 تومن. حالا اگه من 1% از سود سالارمو بدم به کارگرام، چه مشکلی پیش میاد؟ یه ذره من کمتر بخورم، چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته، کارگرام بهتر کار میکنه. و اگه من این کارو نکنم، معلومه من یه دروغگو ام روی منبر. تغییر رو از خودت باید شروع کنی، تغییر رو از خودم باید شروع کنم. اگه از خودم شروع نکنم، یعنی که دروغ گفتم دیگه. آقا من با خشونت مخالفم، تموم شد رفت. اگه خودم خشونت رو براش سوت بزنم، براش کف بزنم، فهم کنی الان آسونه بشینی الان رو منبر، الان تو این فضای حرفا رو بزنی؟ میدونی الان چقدر دارن آقا خودشونه، ببین میخواد مردم رو آروم کنه، ببین این فلانه، اونور چی؟ اونور میگه این از انقلابی ها فوش ناموس واسه من درست کرده، استوری درست کرده، این خودشونه، اینور به من زنگ میزنه فلان فلان شده، بازداشت میکنیم، یالا اینو بردار، یارو اونو اونجوری کن. من نه خشونت تو رو قبول دارم، نه خشونت تو رو عزیز من. من به تو انتقاد دارم، توی حکومت وظیفه داری هوای مردم تو داشته باشی. چرا هرچی میشه سری اسلحه رو برمیدارید؟ بر چی بابا تو میریزید تو خیابون؟ لباس سوسکی میپوشید را میفتید لا مردم؟ دیگه رحمم نمی کنی به پیر مرد و پیر زن و دختر؟ اشتباه میکنی، مسیر غلطی داری میری. و اگه فکر کردی من الان چادر یه سن رو آقا چادر زن رو برشن، آقا چادر زن رو غلط کرد که از هر کی برشته، معلومه اونم مصیبته. ولی این ورم که اعتراض میکنه حق داره، اعتراضشو من بهش حق میدم اعتراض کنه. بله من با کار خشونت موافق نیستم، با شکوندن شیشه بیت المال و چه میدونم زدن سرباز و افسر موافق نیستم، همونطور که با باتوم زدن تو موافق نیستم. تو اسلحه دستت مرد حسابی، معلومه باید به تو بیشتر گیر بدم، اون اسلحه نداره که. هنوز داغ آبان خوش نشده یه داغ جدید رو دل ما گذاشتین. قضیه بنزین که دیگه گنگکاری سه تا مسئول مملکت بود، سران سه قوه نشستن تصمیم گرفتن بنزین گرون بشه، هیچ کی گردن نمیگیره. غلط میکنید گردن نمیگیرید. سه نفر آدم توی جلسه تصمیم گرفتید، اومدید اون میگه من صبح جمعه فهمیدم، اون میگه من شب شنبه فلان شدم، مسخره بازیه. بعد جوون مردم میریزه کف خیابون کشته میشه، بعد میگه چرا تیر زدی تو سرش؟ میگه به پاشون هم زدیم، وزیر کشور همون موقع. بعد مادره داغدار میشه، به جای اینکه بیان ازش دلجویی کنن بچهش مرده، مادران میکنن زندان. خب این خلاف اینا، معلومه که من نمیتونم همراه بشم با یه همچی سیاستی. حالا هزار تهمت به من بزن، خب بزن باشه، تو مگه کم تهمت زدید به؟ بعد نه ما عدالت رو رعایت، بابا من خودم قوه قضایی، شما 10 سال منو بردید و آوردید، من عدالت تو شما ندیدم که الان اعتماد کنم با بقیه عادلانه برخورد میکنید. مگه با من عادلانه برخورد کردید؟ اما چرا نمیام شیشه رو بشکنم؟ چون مال تو نیست، مال بیت الماله. چرا فحش بد نمیدم؟ چون من مثل تو نیستم. اگه فحش بدم میشم یکی مثل تو، اگه بزنم میشم یکی مثل تو، تو بیت المال رو اسراف میکنی، منم شیشهشو میارم پایین، میشه من نمیخوام مثل تو باشم. تغییر از کجا شروع میشه؟ از خودمون. اصلا اینجوری نیست، اصلا شروع کن اینجوری نیست. من مدیرم رو آوردم نشوندم، گفتم حساب کن سالی چند درصد از سود بدم به بچه ها، به کل کارمندا، که اینا بتونن مثلا فکرشون کنن بگن آقا من با این حقوقی که اینجا میگیرم و این سهامی که از سود دارم، مثلا 5 سال 10 سال دیگه میتونم خونه داشتم. گفتم بشین حساب کن. نه حالا بعد
بعدشو بهت میگم، نسخه بعدشو گوش کن درست میشه. ناامیدی طبیعیه چون فکر میکنی تافته جدا بافته ای، بعد مسخرت میکنن. اسکلی مگه مال خودته، بر چی میدی حقشو دادی دیگه، ولش کن. نه اشتباه نکن، حالا گوش کن. این میدونید چیه دارم میخونم؟ اصل دهگانه گاندیه، گوش کن. اصول دهگانه گاندیه: اگر بتوانی دگرش پیدا کنی، جهان را مورد دگرگونی قرار خواهی داد. اگر نگرشت دگرش یابد، احساس و اعمالت دگرش می‌یابد و لاجرم جهان پیرامونت دستخوش تغییر عظیم خواهد شد. نه تنها اکنون جهان را از دریچه لنزهای اندیشه و احساس جدیدی می‌بینی، بلکه دگرگونی‌های درونیت قدرت انجام کارهایی را می‌دهد که تا به حال انجام نداده بودی و حتی تا به حال به آنها فکر هم نکرده بودی. یعنی آدمی میشی که ابتکار عمل پیدا می‌کنی، میتونی طرح‌های نو پیدا بکنی. تغییر جهان بدون تغییر خودت لذت بخش نیست، زیرا وقتی به آنچه آتشش را داشتی میرسی، میبینی تو هنوز همان تویی، با همان اشتباهات، خشمها و تمایلات منفی و ویرانگر. میدونی مثل چی میمونه؟ ما از ایران میریم توی کشوری که یه مقدار به اون چیزی که ما میخوایم نزدیکه. ما یه آرمانی داریم مثلا از نظم، از عدالت اجتماعی، بعد با همین افکار و با همین رفتار میریم اونجا. بعد میره اونجا، ببین دوست من بچه خون بالا آورده توی انگلستان، بچه رو، بچه نوزاد رو پردیده تو ماشین صابخونه شون، هم همسایه شون سه چهار تا چراغ قرمز رو رد کرده رفته بیمارستان، بچه رو رسونده. بعد اونا بهش گفتن اصلا خون ریزی نیست، این خونیه که تو رحم که هست، تو گلوی بچه هست، مثلا دفع نشده اومده بالا، هیچ، بچه خوب اومده. ایمیل اومده که آقا سه تا چراغ قرمز رد کردی، دونه 1000 پوند مثلا جریمه شه. یه عددی میشه دیگه، 1000 پوند چقدر الان؟ 30 میلیون میشه، چقدر میشه؟ عدد اینجوری گفت، یه عدد وحشتناکی هم است. اون دوستش بهش گفته نگران نباش، قشنگ توضیح بده چی شده. توضیح داد که آقا بچه من اینجوری شده، اینجوری شده. پلیس اومده گفته آقا قبول کردیم حرف تو، جریمتون حذف شد، ولی شما باید بری آموزش ببینی. میگه رفتم یه کلاس آموزشی، به من ثابت کرده تو کلاس که اگه زنگ می‌زدی آمبولانس، بچت زودتر میرسید به بیمارستان تا این خطر رو درست کنی. حالا فرض کن سوار ماشین شده، من بچه ایرانی که دروغ میخوام بگم، رد کردم ستاره، بعد ایمیل میزنن چی شده، میگم بچه مریض بوده. اون چیکار میکنه؟ میپذیره. بعد من چه احساسی بهم دست میده که مثلا من آقا دروغ گفتم و کارم رفت جلو؟ نه واقعا تش خودت راضی؟ تو جامعه ای که راستو میپذیرن، اگه راستگو بودی لذت میبری، وگرنه بله جامعه ما راستو میپذیره، ولی مگه دروغگو هم چه لذتی داره؟ راستگویی لذت داره، النجاتو فی الصدق، راستگویی آرامش میاره. دروغگو که انگار که مین میذاره تو خونش. دروغگو هر یه دروغی که میگه یه مین کار میذاره، ممکنه پاکی بره روش، پا خودش. شما تو کشور آلمان میری سوار مترو میشی، هیچ کس بلیتتو چک نمیکنه، گیت نداره، سوار میشی. فقط یک کسایی هستن دارن میچرخن، سن بالا هم هستن، رندوم بعضیا رو چک میکنن که بلیت گرفته یا نگرفته، اگه نگرفته باشه جریمه سنگین داره. بعد به اونام یاد دادن، گفتن کارتون خوابا هوملسا رو هم نگیرید، چک نکنید. یعنی اجازه دادن یه قشتی از جامعه هم سواری مجانی بگیره. خوبه؟ خب حالا من بگیرم یا نگیرم؟ اگه نگیرم چند تو احتمالات نگاه بکنیم، اینی 1000% احتمال داره چک بشه. اما وقتی نمیگیری استرسشو داری یا نداری؟ ترسو داری یا نداری؟ استرابو داری یا نداری؟ حالت خوب نیست. بله سیستم به تو اعتماد کرده، ولی من چون از سیستم سوء استفاده کردم حال من خوب نیست. وقتی سیستم خوب حالتو خوب بکنه که تو هم آدم خوبی باشی. اگه تو آدم خوبی نباشی، استرس همراته، ترس همراته، استراب همراته. اون سیستمی خوبه که وقتی بهش میرسی خودت هم با اون سیستم روش کرده باشی. بله راستگویی آسان شود تو جامعه. اگه من راستگو باشم لذت میبرم، ولی من دروغگو باشم که لذتی نداره، که همش استرابه هست. میگه اگه تغییری که در جهان میخوای ایجاد بشه در خودت ایجاد نشده باشه، اگر به فرض محال جهان هم تغییر کنه، حال تو خوب نمیشه. پس این اصل اوله. تغییر جهان بدون تغییر خودت لذت بخش نیست، زیرا وقتی به آنچه آتشش را داشتی میرسی، میبینی تو هنوز همان تویی،
یعنی همون دروغگو هستی با همان اشتباهات، خشمها و تمایلات منفی و ویرانگر. بنابراین آنچه آرزو داشتی را در شرایط جدید نمییابی، چون هنوز ذهنت درگیر آن عناصر منفی است که با دور شدن از خیشتن خیش و عدم وجود بینش نسبت به آن قدرتمندتر می شود و مسائل و مشکلات موجود را بس می دهند. این که مطلب معلوم. پس قدم اول آقا در خودمون تغییر ایجاد کنید، اعتراض کنید آقا به هر چی اعتراض دارید بدون فحش دادن، اعتراض کنید بدون شکوندن چیزی، اعتراض کنید بدون ضربه زدن به کسی. پس اعتراض کن، منتها با اصول اعتراض کن. آقا گوششون به این حرفا بده که ببین تو کسی رو زدی شدی یکی مثل اون که میزنه، خودتو خراب نکن برای آبادی کسی. اگه من فحش به کسی بدم شدم فحاش. مگه نمیخوای جهان بدون فحش باشه؟ فحش نده آقا، رانتی هست استفاده نکنیم تا رانت به این بره. بله، گاندی هندوستان رو از انگلستان پس گرفت، الان هندوستان اقتصاد پنجم جهان، همین الان که ما حرف میزنیم. تازه همه جامعه باش همراه نشدن، چون یه افراطی زد خودشو کشت، ولی جواب داد، گفت نسخه‌ای دارم که جواب میده، اعتراض بدون خشونت. دیر جواب میده ولی جواب میده. ما چه کار میکنیم؟ میریزیم تو خیابون با شلوغ بازی اعتراض میکنیم، آشوب هم میکنیم، بعدم خسته میشیم میریم خونمون، یا نه بامون برخورد میشه، میبینیم آقا این کشته شد، این کتک خورد، این زندان رفت، این ستاره دار شد، این فلان شد، ناامید میشیم میریم تو خونه، مشکل هم سر جاش چی میشه؟ باقی میمونه. بله جریتر میشه. ولی نه، من اعتراض میکنم اما خشونت به خرج نمیدم، کوتاه هم نمیام. وقتی من خشونت به خرج دادم، تو نمیتونی علیه من خشونت به خرج بدی. آقا الان ورزشگاه ما مخالفیم که چرا با خانواده نمیشه رفت، فردا صبح اگه خانوادتون رو راه ندادن نرید، نرید آقا، هیچکی نره ورزشگاه. نه شیشه ای میشکنیم، نه توهین به کسی میکنیم، نه فحاشی میکنیم، نه چیزی. آقا استاندارد ما رعایت نشده نمیریم، مجبور میشن درشو باز کنن یا نه؟ مجبور نشن ضرر میکنن. نه نه نه، ببین این که اون تلاش میکنه که خودش رو حفظ کنه، خب اصلا اشتباه اینه که میگیم فلان چیز گرون شد ارزون شه، نه یه قیمت جهانی داره هر چیزی. باشه، من باید توانمند بشم. من چرا درآمدم پایینه؟ چرا درآمد من با تورم نرفته بالا؟ اینو باید بخوایم. اونجا چیز اشتباه میخوایم، میگیم جنس رو به ما برسون، نه ما رو به جنس برسون. شما الان تو این کشور ما، همین ایران، همین اینجا که برجی 100 میلیون درآمد داشته باشی راحت میتونی زندگی کنی یا نه؟ تو چرا 100 تومن درآمد نداری؟ 100 تومن میگه چقدر میشه؟ به دلار حساب بکنید میشه 3000 دلار. 3000 دلار یه درآمد معمولیه تو جهان. حرف اینه، باید ما توانمند بشیم. بله یارو مرغداره رفته نهاده دامی خریده آزاد کیلو خدا تومن، بعد آورده داده به مرغه، خب میبینی اصلا نمیصرفه براش این قیمت، دولت هم میگه پایین بفروش، اون داره ورشکست میشه. نه آقا، ما در واکو ما کاسبی کنیم، با جهان برو مشکلتو حل کن، 20 سال مذاکره معنی نداره، به تفاهم برس، درا باز بشه ما بتونیم کاسبی کنیم. ملت بی عرضه ای نیستیم که، همین ایرانیایی که از ایران رفتن بیرون برو ببین چه زندگیایی درست کردن، که عده‌شون آدمای بی عرضه ای نیستیم، ما کار بلدیم. تو در باز کن، تو قوانین دست و پاگیرو بردار، ما درآمد به دست میاریم. اونجا اشتباه، چیز اشتباه میخواییم، با این که همونم نخری مشکل رو حل میکنی تو خیلی از موارد. همین ماشین تو دولت آقای روحانی ملت ماشین رو نخریدن، آقای وزیر ورداشت 20 میلیون وام گذاشت روش، ملت حمله کرد، آقا برای چی خریدی؟ کارهای ضروری بله، ولی خودرو برای همه ضروری نیست. بله کارهای ضروری من میفهمم نمیشه، من دارو رو چیکار کنم؟ مجبورم بخرم غذا رو، مجبورم تا یه حدی یه چیزایشو بخرم، ولی میتونستیم ماشین رو بیخیال شیم. الان هم میتونیم اعتراض کنیم، چون ماشین واقعا باید قضیهش حل شه، معنی نداره به اسم شما میخوای از خودرو مثلا خودروساز ملی دفاع بکنی، عجیبه ما، عجون ما. چرا الان هم که میخوای 4 تا خودرو وارد کنید، رانت درست کردید مال خودتون،
اون آقای هاشمی طبایی گفت 50,000 میلیارد رانت چیه، یه عدد اینجوری گفت. برای چی رانت درست میکنی؟ اعتراض کن، اما اول در خود تغییر رو ایجاد کن، اعتراضم کن، پا اعتراضتم وایسا بدون خشونت. حالا توضیح میدم باز. اصل دوم، تحت کنترل هستی، هیچ کس نمیتواند بدون اجازه من آزارم دهد. آنچه احساس میکنی و همچنین واکنش به هر چیزی بستگی به کی داره؟ به خودت. آقا الان منو میخواد بفرسته سربازی با 43 سال سن، 3 تا بچه، 20 تا کارمند، کارگر، کارمند، همه چی. خب باشه، من میتونم به این منفی نگاه کنم بریزم به هم؟ نه، من اینو یه فرصتش میکنم. هر تهدیدی رو میشه فرصتش کرد. برعکس یه سری از مسئولین ما که هر فرصتی رو چیکار میکنن؟ تهدید میکنن. جمعیت جوان این کشور بزرگترین فرصت کشوری که تا 7 سال دیگه هم دریچه جمعیتی چی میشه؟ بسته میشه. به جای اینکه این فرصت ازش استفاده کنی میکنی تهدید. فضای مجازی بزرگترین فرصت برای مملکت ما، هم برای کسب و کار، هم برای اعتقادات، هم برای تربیت، هم برای آموزش، بزرگترین فرصته. چون بلد نیستن تهدید میبیننش. یه جوری میگه اینترنت انگار راجبه یه نجس داره صحبت میکنه. بابا تو نمیفهمی، تو حالیت نیست، این بزرگترین فرصته، چرا درشو بستی؟ الان این آقا میگه من فارکس کار میکنم. شما فرض کنید یوتیوب توی ایران فیلتر نباشه، بچه های ما چقدر میتونن درآمد داشته باشن از یوتیوب؟ بی نهایت. بعد درآمدیه که ارزاور از خارج داره میاد داخل. چرا درشو بستی؟ الان فرق یوتیوب با اینستاگرام چیه؟ ها؟ تازه درآمد میخوام از نظر اینا میگم، هی میگن نه فساد از فلان از سیه است. چه فرقی داره الان با هم؟ حالا اون که باید فیلترش برداشته شه، نمیتونه فیلتر بمونه که. کسب و کار مردم، مسخره بازی نیست که. حالا شورای امنیت ملی یه کاری کرده، باید سری جمعش کنه، نمیتونه که اینجوری قرار نیست بمونه که. اما حرفم چیز دیگه است. میخوام بگم تهدید و تبدیل کن به فرصت. کی میتونه تو رو اذیت کنه؟ خودت. نظر اذیت بشی، فکرتو درست کن. آقا اینا شعار فلان. عزیزم من الان 2 سال حکم زندان دارم. یعنی بزرگترین تهدید یه ساتور، یه انگار گیوتین بالا سرمه. من از این به عنوان تهدید بشنه، اون فکر میکنه من تهدید کرده. من اینو یه فرصت واسه خودم میدونم، یه فرصت عالی دارم، ازشم استفاده میکنم. الان سربازی برای من بزرگترین فرصته. من مدت زیادی از یه سری از جوانا دور شدم به خاطر اینکه دیگه نزدیک بهشون نیستم، منبر ندارم، نمیتونم برم شهرستان فلان. برای من بزرگترین فرصت رو درست کردی، دمت گرم که این کارو کردی. 24 ساعت بیکاریه، میتونم بشینم حرف اینا رو گوش کنم. یکی از دوستای من به من میگفت داره تجربیات زیستی تموم میشه. چون ما یه موقعی کارهای جهادی میکردیم، همون بساز، مدرسه بساز، برو تو عشایر فلان، همش با مردم درگیری داشتیم، مردم رو میدیدیم، جوانا رو میدیدیم. من میرفتم مدارس، همین بچه ها، خیلی از این پامنبری ها ما بچه مدرسه ای بودن. من صبح 7 صبح میرفتم مدرسه شون، به من میگفتن 10 دقیقه صحبت کن، پولم نمیدی. من میگفتم من پولم میدم میام صحبت. 10 دقیقه به من وقت میدادن برای 200 تا دانش آموز 14-15 ساله صحبت کنم. من عشق میکردم که آقا بهترین فرصته. اونا فهم میکردن دارن سوء استفاده میکنن، بودن پول بهش نمیدیم، آقا میلی میاد برای ما منبر. خب منم تجربه به دست میوردم. ته منبر 5 تا جوون میدن 4 تا سوال میکردن، من 4 تا سوال میشدم که این نوجوانه کجا داره فکر میکنه. یه دوست من به من میگفت سید یه تهدید داره، تجربیات زیستیت داره کم میشه، چون مشغول کار شدی، از مردم هم یه ذره فاصله گرفتی، بعد دیگه نمیتونی بری منبر مسجد، نمیتونی بری دانشگاه، نمیذارم بری فلانجا کم. خب این آقایون لطف کردن، این فرصت رو در اختیار من قرار دادن، دم همه تون گرم. اونم یه فرصت بهتر، میرسم به کار کاسبی، دو سر سوده. میخوام بگم ببین کسی اذیت میشه که خودش اجازه بده اذیتش کنن. خوبه؟ این اجازه رو به کسی نده. ببین ساده لوحی نیستا، ساده لوحی فرق میکنه. ما این ساده لوحی داریم، حرفای بی رفت، مثل یه سری حرفای انگیزشی میزنن که حالا آدم بخواد استفراغ کنه بیاد بالا. نه، اینو کسی داره میگه، اینو کسی داره میگه که تو اروپا تحصیل کرده، مهندسه، برگشته تو کشور خودش،
لباس محلی خودش رو تنش کرده، یه لونگ تنش کرده، گفته نه آقا نمیذارم اذیتم کنی. چجوری نمیذاری اذیتم کنم؟ خب یه سری تجهیزات داری تو، برای رسیدن بهش کاری هم میخوای، من قید اون تجهیزه رو میزنم، این کارا رو انجام نمیدم، هرسش هم نمیخوره. میگیدی چی میگم؟ بعد کی لطمه میخوره؟ یارو داره یه جنسی تولید میکنه، گوش کنید بچه ها، یه جنسیو کم تولید میکنه ولی برای همه انگیزه ایجاد میکنه داخلش. چه کار میکنه؟ یعنی مشتری خواهان خواسته رو میبره بالا، جنس کمه، چه اتفاقی میفته؟ قیمت میره بالا. خب من نمیخوام جنستو، تبلیغاتت هم نگاه نمیکنه، مشتری زیاد نمیشه، نمیتونی گرون فروشی کنی. میگه چی میگم؟ خودم رو دستتو نمیدم. چرا؟ گشت ارشاد رو میشه این کارو باش بکنی. با گشت ارشاد، گشت ارشاد که قانونش باید عوض شه. با حرف نیست، نه نه. الان شما هر کجا تو خیابون بودید، الان گشت ارشاد میخواد بیاد یه دختری رو مثلا ببره دیگه، خوبه میخواد صحبت کنه. اولا کی داره میبره؟ من با همون که داره میبره حرف دارم. میگم فکر نکن مأمور معذوری، ما مأمور معذور نداریم، مأمور معذور وجود نداره. اولا که کار فرهنگی بکنیم اون بفهمه کارش اشتباه، همون مأموره ها که کارت اشتباه. خوبه؟ خب حالا ما میتونیم مخالفت بکنیم با این کار؟ بدون چرا نمیتونیم؟ ما الان داریم چیکار میکنیم؟ ما هزار تا ببین، من یک محقق دینی ام، دارن به طرف میگن این یه کار دینیه، من رفتم تمام مبانیشو در آوردم که این کار دینی نیست. یعنی یه تزلزلی تو ذهن اون ماموره دارم ایجاد میکنم که آقا کار دینی نیست. میگی قانون، حقوقدانا اومدن میگن کارتون قانونی نیست. خب ما مردمیم، ما مردم که میتونیم اعتراض کنیم، اعتراض بدون خشونت چرا نمیتونیم بکنیم؟ نگیم دختر همسایه‌مون بود برد، اون دختر همسایه هم دختر منه، چه فرقی داره؟ خب نه 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 هممون نرفتیم، هممون نرفتیم، هممون نرفتیم. اگه هممون میرفتیم اعتراض میکردیم خیلی فرق میکرد. ببین الان من چرا نمیرم تو خیابون؟ خب من میگم آقا من میخوام با زن و بچه‌م بیام اعتراض کنم، تو برمیداری شیشه میشکنی، آتیش میزنی، سنگ میزنی، اونم گازشگاور میزنه و شلیک میکنه با ساچمه، نمیدونم با باتون میزنه. نه ما میخوام اعتراض کنیم بدون خشونت. شما اصلا در رفتش اشتباه تعریف میکنید، ملت نمیریزن بیرون شیشه بشکنن، اگر حمایت کنن اجازه بدن. من سال 88 اون آره بله قبوله، حرفتو قبول دارم، بله بودم اونجا، اونجا بودم دیدم. نه اتفاق میفته، اتفاق میفته. گوش کن ببین آقا، اولا نذاشتید ادامهشو بگم، بذار ادامهشو بخونم بهتون میگم جوابتون کجاست. گوش کن. تحت کنترل هستی، هیچ کس نمیتواند بدون اجازه من آزارم دهد. آنچه احساس میکنی و همچنین واکنشت به هر چیزی بستگی به خودت دارد. شیوه نگرش، برخورد و احساسات را نسبت به چیزهای مختلف خودت شیوه نگرش، برخورد و احساساتت را نسبت به چیزهای مختلف خودت انتخاب کن. یعنی نظر واسد یک نیاز کاذب درست کنن. تبلیغات این کارو میکنه. خب بیش از حد لازم واکنش نشان نده. هنگامی که مطمئن شدی کسی از بیرون احساسات تو را کنترل نمی کند، می توانی این طرز نگرش را به زندگی روزانه تزریق کنی. یعنی چی؟ احساسات رو تحت اختیار هیچ کس قرار نده، از بیرون مدیریت نشو. حالا مثلا میگم تو دنیای تبلیغات چیکار میکنن؟ برای شما نیاز ایجاد میکنن، نیاز به داشتن فلان جنس، نیاز داشتن به فلان لول فلان جنس، به اصلش و به روزش، نیاز به خوردن فلان غذا، نیاز به داشتن فلان لباس، فلان امکانات. تو تبلیغات این کارو میکنن، نیاز ایجاد میکنن با تبلیغات، بعد برای همم نیاز ایجاد میکنن تا باشگاه مشتریان بزرگی داشته باشن، بتونن جنسشون رو به بالاترین قیمت بفروشن. این تو تبلیغات، تو چیزا دیگه هم همینه.
الان نماینده مجلس گزارش داده 92 هزار میلیارد اختلاس. من اصلش رو رفتم تحقیق کردم دم انقدر نیست، بازم عددش خیلی گنده است، 56 هزار میلیارده، ولی رانتیه که خود مجلس درست کرده. چرا؟ چون گفته آقای فولاد این جنسا رو به این قیمت باید بفروشی، بعد قیمتی که مجلس داده با قیمتی که تو بازاره از 10 تا 100 درصد اختلاف داشته. حالا این جنسو به کی میفروشی؟ به اونی که ما میگیم میفروشی، مدیر اون میذاره. یا انقدر مجلسی ها تو کار دولت دخالت کردن که یکی از مسئولان بالا رتبه گفت آقای مجلس تو چه حقی داری دخالت میکنی تو تعیین مدیرا؟ که یه نماینده میگه من که دخالت نمیکنم، مردم میگن بی عرضه‌ای، با اینکه ما اصل تفکیک قوا داریم. خوبه؟ من نمیذارم مجلسی منو کنه آدم خودش. داره میگه دزدی شده، اختلاس شده، ولی میدونید دلیلش چیه؟ که این میخواد یه مدیر اونجا فرو کنه، نمیذارن. گزارشو میده، ما شلوغ میکنیم، این مدیر رو جا میکنه، میگه مدیره رو من گذاشتم، پس فیتیلو میکشم پایین. یعنی من شدم آدم کسی که اتفاقا داره این فساد رو ایجاد میکنه. خب آقا با آگاهی کاری میکنی، از بیرون کنترل به اسم عدالت خواهی تو رو میاره کف خیابون، در اصل داری سرباز کی هستی؟ یه رانتخار که میگه چرا رانتو دادی به اون، رانتو بده به من. از بیرون نباید کنترل بشیم. اگه بخوام بیرون، منظور بیرون وجود ها، بیرون کشور نمیگه، این بیرون منظور بیرون خودته. یعنی اجازه نده کسی احساسات تو رو کنترل کنه، خودت تصمیم بگیر. همین الان فکر کنید چقدر کارهایی که میکنید بر اساس عاداته، چون عادت هم یه اجبار از بیرونه، تحمیل سیستم زندگی بیرونه، به ما تحمیل میکنه یه چیزایی رو. ببین من کسی دیدم عروسی یه دونه خواهر داشته، عروسی یه دونه خواهرش نرفته به خاطر که انتخاب کتی که میخواسته، چون اون کتی که گفته مثلا باباش گفته این نه اون آره، بعد غر کرده عروسی تنها خواهرش نرفته. خلاص این کته تنت نباشه چی میشه؟ کی اینو کرده تو مخت که باید با این کته باشی یا این کروات اینجوری باید باشه؟ از بیرون نذار، از بیرون وجودت نذار کسی کنترلت کنه. اگه میخوای داد بزنی خودت بزن. دادی که خودت میزنی خوبه، تو داری، تو تصمیم گرفتی داد بزنی. بیرون تحریکت نکنه کسی، بیرون وجودتو میگم آقا، چیز نبینید، بیرون که میگم همین صدا سیما خودمونو میگم، همین گده های خودمون، همین حسن آقا میری، من وادارت نکنم به کاری، تحت تاثیر من نباش، خودت خودتو کنترل کن، خودت تصمیم بگیر. خب این اصل دوم. پس اصل اول من باید تغییر کنم تا جهان تغییر کنه. اصل دوم این تغییر خواسته من باید باشه، نه از بیرون به من تحمیل بشه، اراده من باید باشه. خب سوم، ببخش و بگذار بگذرد. افراد ضعیف نمیتوانند ببخشند، بخشش شیوه قدرتمندان است. سیاست چشم در برابر چشم تنها جهانی کور بر جای خواهد گذاشت. آقا یکی یه ظلمی به من کرده، خوبه؟ حالا من نبخشمش، میدونی چه اتفاقی میفته؟ من همیشه با این ظلمه درگیرم، اون داره منو کنترل میکنه، اون داره به من احساس میده، داره نفرت هی تولید میشه این وسط. آقا اینو ببخش، فراموشش کن، رد شو برو، نذار اون برا تو تصمیم بگیره. آدم بدها معلم ما نیستند. به من یه فوش داده، این هی تو من بمونه، هی من دارم انرژی میگیرم منفی که منم یه جوری تلافی کنم، من اجازه نمیدم تو از من. طرف میگفت آقا بابا تو بکشم میبخشی؟ گفتم آره من میبخشم. گفت برای چی؟ گفتم چون نمیخوام قاتل باشم، حتی قانونی. تو زدی بابا منو کشتی، شدی قاتل، من بیام تلافی کنم منم بشم یه قاتل مثل تو؟ من نمیخوام. من اگه روزی تصمیم گرفتم قاتل باشم، میخوام خودم تصمیم بگیرم، نه اینکه تو منو وادار کنی به انتقام که من بشم یه قاتل مثل تو. حالا من قاتل قانونی تو غیر قانونی، من اصلا قاتل نمیخوام باشم. به من فوش میده، من اینو تو خودم نگردنم، یه جا فوش بدم، خب منم شدم یه فواش مثل اونو، شده معلم من، اون به من چیز تحمیل کرده. نه من باید بگذرم ازش، باید ببخشم بره پی کارش. من از زندان آزاد شدم، از 4-5 روز بازداشت بود، بعد یه چند وقت بعدش رفتم کربلا. حالا من مذهبی ام دیگه، رفتم کربلا، رفتم زیر قبه امام حسین، میگن دعا کنی فلان، حالا اینا چیز نداره. رفتم اونجا، اولین کسی که دعا کردم بازجو بود، بعد قاضی، بعد اون پسره که اومد اونجا دروغ گفت، گزارش دروغ نوشته بود. تمام کسایی که تو اون پرونده بهم ظلم کرده بودن زیر قبه دعا کرد. گفتم امام حسین من نمیخوام مثل اینا باشم، نمیخوام کینه‌ای باشم، خالی کن، تموم کن بره. چون اگه من وایسم توی این کینهه، اون داره منو کنترل میکنه از بیرون، اون داره به من احساسات میده، حالا منفی، نه نمیذارم چیزی منو نگه داره،
میبخشم آزاد میشم، حرکت میکنم، چون میخوام اون کاری کنم که خودم میخوام. گوش کن، ببخش و بگذار بگذرد. افراد ضعیف نمیتوانند ببخشند. بخشش شیوه قدرتمندان است. سیاست چشم در برابر چشم تنها جهانی کور بر جای خواهد گذاشت. نبرد شیطان و اهریمن سودی نخواهد داشت. باید شیوه واکنشی را برگزینیم که هم برای خودمان و هم برای دیگران سودمند باشد. آقا به ظالم ظلم نکن. الان میدونید خشونت پینگ پونگ شده؟ اون تیر میزنه، من سنگ میزنم، بعد اون میاره نمیدونم یه تیر الان ساچمه میزنه، بعد تیر جنگی میزنه، بعد من کلتوف ملتوف میندازم، بعد من ماشین رو آتیش میزنم، اون میاد خونه رو آتیش میزنه، اونو میکشه، اون چی میشه؟ تا همین الان 17 نفر از هموطنامون از دنیا رفتن. 17 تا انسان که وقتی میدونی شما ریاضی، در علم ریاضی، در علم ریاضی میگه 5 منهای 2 میشه 3 در علم ریاضی، اما تو علوم اجتماعی اینجوری نیست. 5 منهای 2 یه وقت میشه 100. 2 نفر از یه طایفه میکشی، 100 نفر تصمیم میگیرن انتقام بگیرن، 100 نفر تصمیم میگیرن مهاجرت کنن، 100 نفر که شک داشتن که بیان کف خیابون، میان کف خیابون. علوم اجتماعی فرق میکنه، ریاضیش اونجا فرق میکنه. خب من به چی باید فکر کنم؟ من میخوام برای همین آدمی که قاتل بوده سودمند باشم. یه فیلم میبیدم، یه قاتل سریالی بود، تو اروپا بود فکر کنم یا آمریکا بود، بعد خانواده های مقتولی میومدن همه بهش فوش میدادن، تو باید بمیری، تو عوضی، تو بیشرفی، تو فلان اینا، به همه نگاه میکرد. یه پیرمرده اومد گفت من میبخشمت، تو بچه منو کشتی، برای من تو رو میبخشم. اشکا قاتل سریالی جاری شد. میگه حتی من رو تو تأثیر میذارم، تویی که داری به من ظلم میکنی، تویی که داری به من باتون میزنی، تویی که داری تیر میزنی، تویی که داری فوش میدی، تویی که تهدید میکنی، من تو رو دوست دارم، من از تو کینه به دل نمیگیرم. حرفامو میزنم و من کوتاه‌بیا نیستم به هیچ وجه، اما حرف چیزه. حالا گوش کنید بچه ها، گوش کنید، خیلی مهمه. نبرد شیطان و اهریمن سودی نخواهد داشت. باید شیوه واکنشی را برگزینیم که هم برای خودمان و هم برای دیگران سودمند باشد. باید یاد بگیری چگونه با بخشش و بیخیالی نسبت به گذشته میتوانی خودت و دیگران را از موهبتی بزرگ بهره‌مند سازی. گذران زندگی در یک خاطره تلخ هیچ کمکی نمی کند، تنها باید تجربه ای از آن برگرفت. پس ببین، من یه بلایی سرم اومده، تجربهشو برمی‌دارم، خاطره رو میندازم. تجربه رو برمیدارم، تجربه رو برمیدارم، خاطره رو رها میکنم. ورد شد، ماندن در گذشته تنها موجب رنجش خاطر میشود و جلوی تحرک و فعالیت را سد خواهد کرد. اگر نبخشی به گذشته و افراد دیگر، اجازه داده ای تا که احساسات تو را به کنترل خود درآورد. یعنی اصل دو لطمه میخوره. بخشش موجب رهایی از آن زنجیره هاست و پس از آن میتوانی به آینده چشم بدوزی. خب اینو گوش کن، ما عراق بودیم، شهر خالص، قصر اشرف تو خالصه، میدونید؟ یعنی مرکز مجاهدین خلق تو خالص بود. صدام 2006 صدام سقوط کرده بود، من داشتم میرفتم لبنان با یه سری خودمونا، با یه سری از دیگه طلبه دوستام، بچهای معاودین عراقن، اینایی که صدام اول جنگ بیرونشون کرد. پدرش توی لبنان امام جماعت یه جایی بود، می‌خواستیم بریم لبنان کار تبلیغی. بعد که صدام سقوط کرد، تغییر شد عراق، آیت الله سیستانی به ایشون نمایندای سیستانی بود این پدرشون، ظاهرا از دفتر ایشون بهش گفته بودن که شما بیاید برید عراق، برید خالص، چون قبلا اونجا نماینده اسم احمد باقر صدر بوده، شهید صدر، و گفته بود اصلا شما برید اونجا. پیرمردیه، من با بچه‌هاش با هم زندگی کردیم، بزرگ شد. ما رفتیم عراق. خب این دوست من یه آدم سلم و منطقه خالصم، بپرسید دوستان بپرسید، میدونن شیعه و سنی قاطیه. و جذاب اینه که ما تو ماشین داشتیم از نجف، از کربلا، از بغداد میرفتیم سمت، یا از نجف میرفتیم بغداد، یا از بغداد داشتیم میرفتیم خالص توی مینیبوس. به پسره نشسته بود، بهش گفتم اسمت چیه؟ گفت اسمم محمده. بهش گفتم شیعه سنی؟ گفت من شیعم.
بعد فهمید ما ایرانیم. خب اصلا حرف میزنی میفهمن. من دوستام یه جایی میرفتیم خطرناک بود، به من گفتن تو اصلا حرف نزن، عربی هم صحبت نکن، چون خیلی آدمای تیسوشی هم هستن. بعد گفتم باشه. نشستیم تو ماشین، من گفتم سلام علیکم، یارو گفت ایرانی؟ رفیقم گفت بیا پایین بابا. میگم حرف نزن با مرد حسابی، سلام. مال فکرم خیلی عراقی دارم صحبت میکنم. گفتم سلام علیکم، راننده گفت ایرانی. خب مثلا خیلی براش جذاب بود که تو اونجا ایرانی چیکار میکنه، شهری بود که خب شهر مذهبی نبود، کار نداره. بعد این به من گفت تو ایرانی؟ گفتم آره. شروع کرد راجع به ایران کار. تو کتابا ما میگن ایران نم لیسه به شواره، لیسه به کهربا، فلان نم جاده نیست، برق نیست، فلان نیست. حالا اونا به برق میگن کهربا، ما به برق میگیم برق. کهربا فارسیه، برق عربیه. کانم فرهنگ چیزه هیچی. بعدش به بغل دستیش گفتم تو چیه؟ بهش گفتم شسم خواهی. گفت عمر. گفتم تو شیعه سنی؟ گفت سنی. بدیدم خیلی بسن. گفتم احساس کردم داداشی. گفت ما داداشیم، من مامانم سنیه، بابام شیعه است، یا بابام مامانم شیعه است بابام سنیه، که اینجوری بود. گفت نصف داداشمون شیعه ایم، نصفشون سنی. داداش توی خونه ما تو خالص بودیم، مثلا قاطی بود شیعه سنی. چیه مسلمونیم هممون دیگه. ما همین امسال اینجا روز تاسوعا، گفتم بچه پاشید نماز بخونید تا روزه رو شروع کنیم. سه نفر اینجا گفتن الله اکبر، اهل سنت بودن. من خاک پاتونم هستم، نوکرتونم هستم، چون چیز نداره که. خب این دوست ما اونجا یه دونه مرکز فرهنگی زد، مؤسسه الثقافی الخیریه، یعنی فرهنگی و خیریه، للعوال شهدا و الفقرا. گفتیم آقا هر کیو که صدام کشته بهش میگیم شهید، هر کیم که مرده که مرده دیگه. خب ما به خانواده ها اینا کمک میکنیم، برامون هم شیعه سنی هم فرقی نداره. اتفاقا اومد این قوم به دو سه تا مراجع گفت که یه سری هم وجوهات دست ماست، گفتن هیچ اشکال نداره، شیعه سنی فرق نداره، خرج کنید. ایشون یه عید فطری رفته بود کمک کنه، 70 از خانواده هایی که میخواست کمک کنه اهل سنت بودن. بعد یه تاکسی گرفته بود در وسی و رفته بود تو روستاها اینا کمک کرده بود، اومد و با دو تا بچه مؤسسه. اینو بذارید کنار، تمام شد. ما تو عراق یه جایی داشتیم به اسم هبهب که یه سری آدمای افراطی اونجا بودن. یه فیلم دیدید ماشینه داره میره از پشت دارن با تیر میزنن، اونجاست هبهبه. اون فیلمه خیلی هم پخش شد، ماشین معمولی بود چون پلاک نجف بود میزد. یه آدمای تندروی بودن که آقا رو پلاک ماشین نجف بود میزدن. این دوست من رفته بود نجف یه سری کتاب و این چیزا بخرن. ماشینی که داشتیم بی ام و بود ولی گازوئیلی. گاز ماشین گازوئیلی اینه که حالا داشتن میدونم، ماشین گازوئیلی اگه تو حرکت گازوئیل تموم بشه هواگیری میخواد، یعنی گازوئیل بزنی روشن نمیشه، باید هواگیری کنی. بهش گفته بود که شیخ گازوئیل کمه ها، هب هب تموم میشه. اینم گفته بود باشه یه جا میزنیم. میگه من یادم رفت، این راننده‌ام گفته بود حاجی گفته دیگه. میگه ما رسیدیم وسط هب هب، ماشین گفت پت 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 خاموش شد. حالا ما هب هب رو مثلا با 200 سرعت رد میکردیم که گیر این کمین اینا نیفتیم. هیچی. میگو بهش گفتم چی شد پس؟ گفت عاشق من بهت گفتم گاز. گفت خب من یادم رفت. گفت خب من چه میدونم، شما ما کارمند شما ایم، چه میدونم شما گفتی. میگو من نماز اصل نخونده بودم، گفتم برم نماز رو بخونم. گفتم تمام شد، آخوند شیعه وسط هبهب اصلا تمام. این مثل اینه که وسط داعش، مثلا من برم وسط داعش. خب اصل جنس رو گرفتی، اینقدر به ما دریوری گفتی. حالا گفت من گفتم الله اکبر، گفت قبله رو دادم الله اکبر، نماز گفتم عصر رو بخونم تموم. میگفت وسط نماز دم صدا گلنگدن اومد. گفتم خراب کنم نماز یا نه؟ گفتم ولش کن دیگه، آخرش میخونم دیگه. و نمازم تموم شد، برگشتم دیدم اینا رو قپونی زدن کارمند منو، وایسادن با اسلحه. گفتم السلام علیک یا قوم. یارو گفت انزل انزل، بشین بشین، زر نزن بفهم. گفت زنگ زدن رئیسشون که بیا آقا ما یکی شیخ گرفتیم و آقا اصلا چه لقمه چربی دیگه، خدا رسونده اینو بکشیم دیگه، با پیغمبر میریم نهار. هیچی. گفت آقا رئیسشون اومد از دور منو دید جا خورد. میگفت اومد نزدیک به من گفت تو شیخ علی نیستی؟ گفتم آره. گفت پسر شیخ هانی؟ گفتم آره. گفت باز کنید باز کنید باز کنید. آقا من نوکر بازویل بیارید چی بیارید؟ گفت یادت عید فت بود یه تاکسی در بس گرفتی؟ من راننده تاکسیه بودم، اومده بودم شهر بچرخم بودم چه خبره. 70 خونه سنی تو بردی پول دادی عید فت، کارمندت گفت به این سنی ها کمک نکن. بهش گفتی خفش دهنت ببند دیگه از این حرفا نزنی،
شیعه سنی نداریم، چرت و پرت نمیگید. گفت واقعا منم به اون حمایت اون خواستم امتحانت کنم. گفتم راست میگه شیخ، ولشون کن. گفتی آقا چرت و پرت میگید پیاده شما. گفته بود به خاطر اون کاری که کردی من نوکرتم، من دیدم تو کار کردی. خوبه آقا، ارهابیه که اصلا رو پلاک نجف میکشه محبت و چیه میفهمه، حالیش میشه. اگه بگی نه آقا اینا دیگه درست نمیشن، تو انسانو نشناختی. من به انسان ایمان دارم. ارهابی شش ماه با شیخ ما قرارداد بسته بودن، جاده بچهای ما میخواستن هبه برچن، زنگ میزد شیخ میگفت ابو عمر بچهای من این ستا ماشین، امن میکرد رد میشدن. اونم بچهاش منطقه ما میمدن، زنگ میزد شیخ علی بچهای من رد میکردن. گفت بعد شش ماه نفهمیدم چی شد اون بنده خدا. یعنی قشنگ همکاری میکرد، جای ناامن ناامن کرده بود. چی امن کرده بود؟ عمل درست. من اجازه نمیدم تو از بیرون منو کنترل کنی. من معتقدم به این که انسان محترم است، انسان به ما و انسان، و قطعا این جواب میده. حالا گوش کن، اون جواب شما رو هم ندادم. اصل چهارم، بدون فعالیت نمیتوان به جایی رسید. به حرف و منبر رو گفتن نیست، فعال باید باشید. خب دو ست گفته چون نیم کردار، این که مال فارساست، این قاطی کرده اونجا، قطعا این مال گاندی نیست، این مترجم از خودش چیز کرده. اون دفعه فیلم گانگستری میدیدم میگفت لا لا الا الله، گفتم دست شما درد نکنه. یارو ما تیر بزنه بهش نخورد در رفت، گفت لا لا الا الله، لا لا الا الله. یارو تو دو ست گفته چون نیم کردار نیست. بدون حرکت و فعالیت کاری از پیش نخواهد رفت. در این حال حرکت سخت است و مقاومت درونی زیادی وجود خواهد داشت. بنابراین احتمالاً مطالعه و تحصیل ابدی را ترجیح خواهید داد و خیال میکنید که در حال پیشرفت هستید، در حالی که هیچ نتیجه عملی در بر نخواهد داشت. برای رسیدن به آنچه میخواهید و برای شناخت خود و جهان پیرامون باید تجربه کنید. کتابها تنها بر دانش شما میافزاید. باید حرکت کنید و آنها را به فهم و فعالیت تبدیل کنید. یعنی این که فقط بشینیم کتاب بخونم، آقا من دارم مطالعه میکنم فلان، آقا یه کتاب 10 تا مسافرت میخواد. فهمیدنش، آدم باید بری ببینی، انسان باید ببینی و حرکت واقعی داشته باشی. به گفتن نیست. و بعد اصل بعدی اصل هفتم الان بخونم، چون شما یه ذره کم صبرید، اون دوتاشو میخونم. اصل هفتم رو بخونم. پافشاری کن و ادامه بده. گوش کن. اول بی‌اعتنایی میکنند، سپس میخندند، بعد میجنگند و سرانجام تو پیروز میشوی. هر کسی رشد کرده این مراحل رو دیده. اول دست میندازه، اول بی‌طبع، اصلا میگه این کیه؟ طرف گزارش نوشته بود، اسمی از خود من توش نبود، یه تحلیل یه جریانی بود توی فضای مجازی که اصل کارو من کرده، اسم منو ننوشته بود. مثلا میگه این اصلا آدم نیست، این وجود نداره. باشه منو نبین. بعد میبینه مسخره میکنه. ما تو همین قم منبر میرفتیم میگفتن آقا میری جوک میگه فقط رو منبر، چه تو بد میگه؟ دلغکه. مسخرت میکنن. قطعا بعدش مسخره میکنن. بعد میان به جنگت. آقا منحرفه. این آدم اصلا خرابه، این مشکل داره. بعد مرحله بعد چه اتفاقی میفته؟ تو پافشاری کن، تو وایسا. مرحله بعد چی میشه؟ تو پیروز میشی. آقا اعتراض بله، فکر میکنیم یه بار جواب نمیده، دو بار جواب نمیده، ولی بالاخره جواب میده. اعتراض بدون خشونت ها، بالاخره قانون به نفع شما چی میشه؟ تغییر میکنه. یه چیزی به شما بگم، تجربه تاریخیه، هر چیزی در جهان بر شمشیر پیروز خواهد شد. هر چیزی. پیروزی با شمشیر ابدی نیست، به هیچ وجه، به هیچ وجه. با سرنیزه نه چادر از سر زنای ما در اومد، نه چادر سر زنای ما میشه. مو بر شمشیر پیروزه، قطعاً، قطعاً پیروزه. قطعاً تو این کشور حجاب آزاد خواهد شد، انتخابی خواهد شد. قطعاً زن و بچه ما خودشون انتخاب میکنن چی سرشون کنن. این اتفاق میفته. امروز نه فردا، فردا نه پس فردا، ولی میشه. قوانین به نفع مردم تغییر خواهد کرد. بله این اتفاق خواهد افتاد.
منتها پافشاری میخواد، صبوری میخواد، هزینه دادن میخواد. بدون خشونت ها من تو هزار تا، اون هزار تا خشونت نشون میده، اون اصلا میاد یه تقلب میکنه، کاری نرم شلوغه، ورده شیشه ماشینا رو خورد کن. من که فیلم دیدم تو 88 سرباز داره شیشه ماشینا رو خورد میکنه، بعد گفتن کار اختشاشگراست. نه من معترضم، اختشاشگر نیستم. ممکنه یه کاری هم کنی بندازی گردن من، یه بار میندازی، دو بار میندازی، نمیچسبه به. همیشه که ترفندت جواب نمیده که، بالاخره من پیروز میشم. منتها این پیروزی مفهومش این نیست که تو این پیروزی میخوام تو رو له کنم، اتفاقا من تو رو دوست دارم. پیروزی من در شکست تو نیست، در آگاهی توه، در بیداری توه. من نمیخوام تو کنف بشی، میخوام تو بفهمی که اجبار غلط است. من پیروز میشم وقتی تو آگاه میشی، دست بر میداری از لجاجتت. پیروزی من در شکست تو نیست به هیچ وجه، چون اصلا شکست نیست. من دنبال زمین زدن تو نیستم که. آقا من خودم یه مذهبیم، همه تیر طایفه من محجبن، خودم حجاب رو قبول دارم، دوست دارم، اعتقاد دارم بهش، اما حجاب اجباری رو به هیچ وجه قبول ندارم. باشه بگم، به ما فش میدن، هزار بار به من گفتن بی غیرت، گفتم نذار بیرون کسی کنترلت کنه. اون با فش میخواد تو رو وادار کنه به یک حرکتی. نه، تو تصمیم بگیر، تو تصمیم بگیر، هر کاری میخوای بکنی خودت تصمیم بگیر، نذار برات تصمیم بگیره. ببین پافشاری، آقا گوش کنید، پافشاری گوش کن، قرار نیست کوتاه بیایم به هیچ وجه. یکی از دلایل این که سیاست بدون خشونت گاندی پیروز شد آن بود که او و حامیانش صبور بودند. آنها هرگز از حرکت باز نایستادند. موفقیت و پیروزی هیچگاه به سرعت به بار نمی آید. یکی از دلایل آن که مردم به آن چه می خواهند نمی رسند این است که خیلی زود دست از تلاش می کشند. زمان واقعی مورد نیاز برای آن کار چیزی نیست که آنها تصور می کنند. این تصور غلط، این تصور غلط تا حدودی در اثر القاعات جهانی است که در آن زندگی، جهانی است که در آن زندگی می کنیم، جهانی پر از قرص‌های جادویی، قرص‌های لاغری و راه‌های ثروتمند شدن در 30 روز. یکی از راه‌های پرورش صبر و شکیبایی همان نقل قول سوم از گاندی است: شوخ طبع باشید، لطافت طبع دشوارترین دقایق را آرام و سبک می‌کند. حرف چیه؟ یه سری میان به شما معجزه بفروشن، خیال بفروشن، آرزو بفروشن. آقا چجوری در 30 روز پول دار شویم؟ لاغری در 1 ماه، سلامت جسم در 15 روز، نمیدونم موفقیت در فلان روز. اینا دروغ آقا. وایسا یه جا چاه عمیق بزن. من دیدم از این کارتونا درست کردن تو مجازی زیاده، طرفی داره میکنه بغلیش طلا پیدا میکنه، ناامید میشه، با اینکه دو تا دیگه بزنه رسیده به اون طلاه. کیمیاگر خوندین؟ اون پادشاه سالین بهش میگه که من به شکلهای مختلف در میام، الان برای تو به صورت یک انسان اومدم. اما چند وقت پیش یک کسی بود که دنبال آرزوی شخصیش بود، دنبال یک زمرد میگشت و 9999000 سنگ رو شکونده بود، سنگ آخر مونده بود، ناامید شد. من به صورت یه سنگ غلطیدم جلوی پاش و اون از عصبانیت این سنگ رو برداشت زد به یه سنگ دیگه و اون سنگ آخر رو شکوند و به قشنگترین زمرد جهان نمایان شد. میگه ببین ناامید نمیشی، راه درسته، حرکت میکنیم، قرار نیست فردا صبح به نتیجه برسیم. نه من میگم اصلاح این مملکت ما شاید صدها سال طول بکشه، من یه قدم از هزاران قدمم. ما همش میخوام به ما چی میرسه، به بچه ها چی میرسه، به تاریخ چی میرسه. همین که تو یک مسیر خوب باشی حالت خوبه، ولی هنوز به قله نرسیدیم. دیدی اینا که میخوام برن شمال جاده چالوس میرن، من خیلی عجیبه که هی گاز میدن برسن چالوس، با اینکه از یه جایی به بعد دیگه اینقدر جاده زیباست که خود چالوسه، کجا داری میبی؟ از جادنم لذت ببر، همینجا بزن بغل کیف کن. همین که تو مسیرم خوبه، قرار نیست زود بازده باشه. اصلاح کار زود بازده نیست، تغییر اتفاق زود بازده نیست، پروسه است، پروژه‌ای نیست. بله بمون دروغ هی میگن آقا این کار رو کنید اونجوری میشه، نمیشه عزیز من، نمیشه. ما میخواییم موفقیت رو سزاریان کنیم. بچه ناقصه آقا، ریاش کامل نیست، آسم میگیره،
کلیاش درست کار نمیکنه، این باید متولد بشه، فرایند طبیعی میخواد، صبور باید باشی. و اگر پدران ما صبور بودن، الان ما خیلی چیزایی داشتیم که چی داریم، آرزوشو داریم. خب این آرزو به دل آیندگان نمونه. چی؟ یعنی چه میگه چی؟ من که الان نگفتم تلفات بدیم، گفتم هیچ کس نباید آسیب ببینه. یه سوال ازت میکنم، تو فکر میکنی شیطون هر چی میگه چرت میگه؟ تو روایات داریم که به حضرت یحیی، اینا اسطوره است برای اینکه شما حقیقت رو بفهمید. خب اصلا شیطون چیه؟ یه وقت راجبش باید صحبت کنیم، که اصلا یه چیز بیرون ما، یه چیز درون ما، یه شأنی از شمول خودمونه، اینو باید راجبش حرف بزنیم. حالا دارم یه داستان کودکانه براتون میگم. میگه که بچه یه چایی به من میدین؟ من یه قبلش رفتم پیاده روی. آره با یکی کل داریم خوش شدیم. 12:05 خوب کار داریم، خواهم بریم؟ بچه ها پایین سفره انداختیم، آبگوش درست کردی؟ ما پایین آبگوش درست کردیم، واقعا کسی گرست نشه پایین صدا میاد، بره پایین غذا بخوره بیاد، چون من کار دارم، من خواهم اینا رو بخونم دهتاشو. آره زمان چیز نه، یه چیزی بده من. میگه شیطان به حضرت یحیی گفت میخوام 4 تا نصیحتت کنم. یحیی هم گفت دمت هم گرم، بگو. گفت ببین شکمپر نماز نخون. گفت باری کلا، چون خون تو معده است دیگه، مخت کار نمیکنه که، چی داری میخونی؟ خونا رفتن تو معده غذا رو حذف کنن، تو مخت تعطیله دیگه، میخوای چیکار کنی؟ گو اگه یه زنی بود که راه حلال نداشت ارتباط باش، تنها نشو باش. یعنی حالا منظور از زن اونجا وسوسه است، نه که جنس زن فقط، یعنی مواظب باش با یک مسیر حرام هر چی که میخواد باشه. یکی به من میگفت چرا شما پول جمع نمیکنی کار خیر کنی؟ گفتم خطرناکه، چون نظارت نیست دستم کج میشه یه دفعه، من به خودم اعتماد ندارم، نمیکنم این کارو. غیر از این که منطقی نیست، یارو از اصفهان و شیراز و بندرعباس پول بده من تو قم خرج کنم، خب پول اونجا خرج کن، دست درد نکنه وای جان، ممنونم باش. منطقی هم نیست ولی خطرناک هم است، چون نظارت دوش نیست، پول بی نظارته. منم که معصوم نیستم که، آقا آدمم تحریک شدم، بعد مثلا براش توجیه درست میکنم، من دارم زحمت میکشم یه حقوقی بردارم، آدم آدمه دیگه. خب گفت پس با وسوسه تنها نشو، خطرناکه. یه چیز دیگه هم گفت، والا یادم نیست، اومد چهارمی بگه، یحیی گفت بس دیگه نمیخوام، سه تا کفایت میکنه. گفت نه چهارمیش، گفت ببین تو شیطونی، تو اگه تو چهارمی کرمتو نریزی که شیطون نمیشی، تو سه تا راست گفتی که دروغو بفروشی، من دروغو کار نهارم، من تا چون من راست و دروغو نمیدونم شیطون تا میاد حرف بزنه میگم آقا من شرمندم، من عطاتو به لغات بخشیدم، چون ممکنه اولیشو بهم دروغ بگی، من نمیدونم، من یحیی نیستم سر در بیارم. ببین شما فهم میکنی شیطون هرچی میگه دروغ میگه، نه راست میگه، انگار راست میگه تا دروغشو بفروشه. مگه دنبال سعادت نیستی؟ سعادت برای همه انسان ها اگه پیش اومد درسته، من میگم نسخه برای ایران که یه ایرانی اتوش حذف بشه به درد ما نمیخوره، اون یه نفر هر کی میخواد باشه. الان یه ذره ازتون میترسم، وگرنه یه جمله بهتون میگفتم، نترسم بگم. من دیدم بعضی از دوستان میخوان مثلا بگم که مثلا آقا جون مادراتون قضاوت نکنید، بذارید یه جمله بهتون بگم، دارم حرف باتون میزنم دیگه، به رو عقل شما، رو فهمتون، رو انسانیتتون، انصافتون، اینا دارم حساب میکنم، چه شمایی که میشنوید، چه اونایی که اومدید ضبط کنید ببرید، چه اونایی که لایو ببینید، منصف باشید، دارم حرف انسانی میزنم. من میگم من با هر گونه خشونتی، ظلمی، اینا مخالفم، علی حرفی که میزنم تایید هیچ کی نیست، میخوام یه فرایند بگم غلطه. من دیدم حالا اصلا من نقل قولم ندیدم، گفتن مریم رجوی یه جمله ای گفته، دیدم یه سری دوستان استوری کردن تو دیگه خفه شو. نه چرا خفه شو؟ نه تو هم حرف حساب بزنی قبول داریم، ولی تو آدم کشتی، کم هم نکشتی، خیلی کشتی، باید جواب اونا رو بدی.
چه اندیشه‌ای داشتی که به خاطرش آدم کشتی؟ عابر خیابون کشتی، نه فقط مسئول. منتها این باعث نمیشه من کر بشم حرف تو نشنوم. چرا؟ من حرف تو رو میشنوم. بگو، تو هم بگو. چون تو هم بالاخره ایرانی دیگه، میتونی حرف بزنی. اما اگه توقع داری که اون پروندت، نه اون پروندت سر جاشه، پرونده داری شما و باید بهش رسیدگی بشه و باید رسیدگی و خودت باید اصلا بخوای رسیدگی کنی. حالا تو ممکنه توجیه داشته باشی، من براش توجیه نمیبینم عابر خیابونو بکشی. نه تو، نه من، نه هیچ کس دیگه ای. هر کس که به کسی لطمه بزنه از نظر من قابل توجیه نیست. گرفت؟ ولی این باعث نمیشه کر بشم نشنوم. نه من میشنوم حرفت. سید اگه اون شیطان باشه چی؟ اون انسان، شیطان نیست. اون یه شهرونده. شیطان یه شیطان با اون مفهوم شیطانی که من میگم تو درون من و شماست. مفهوم شیطان تو درون من و شماست. اون یه انسانه. اون حرف اینجا جا نداره عزیز من. اون یه انسانه. آقا خیلی خطا کرده، میدونم، منم خیلی خطا کردم. من خودم با خودم دو دو تا چهار تا کنم، خودم از اون بهتر نمیدونم. مفهومش نیست که گناه اونو نبینم. چرا اشتباه داری آقا؟ پرونده داری، دادگاه باید درست بشه. آدم کشتی مگه الکیه؟ اما من باعث میشه کر بشم صدا تو رو نشنوم. نه من صدا تو رو میشنوم. کلن این که به یه انسان بگیم خفه شو حرف درستی نیست. میدونم. خب برای همه قبول ندارم. من حرفشو قبول عزیزم، من کارش عشقم، من کارشو قبول ندارم. من آدم کشیو قبول ندارم. همین الانم هم داره میکشه، من میدونم، قبول ندارم کارشو. اما باعث نمیشه حرفشو نشنوم. یعنی شما یه قاتلم که حکم اعدام بهش دادی حرفشو بشنو. چرا حرفشو نشنوی؟ من میخوام بگم این تریپو ور نداریم فکر کنیم الان آقا این دیگه به ما مربوطه به چیز. نه آقا، گوش کن حرف حساب هر که بزنه ما الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. من در گوشمو نمیگیرم، میشنوم. اما فریب نمیخورم، کلا سرم نمیتونی بذاری، دروغ بهم بگی میفهمم. اما هیچ وقت اگه اندیشه گفت آقا این باید خفه بشه، این اندیشه نمیتونه درست کنه. میدونی چرا؟ همین الان من این حرفا رو زدم، صبح میگن آقا میری آدم مریم رجوی، آقا میری هم باید خفه شه. اگه دهن هر کیو بسی، دهن بغلیش هم میشه بس. من یه وقت فکر میکردم چرا به اهل بیت فوش میدادن، اهل بیت خوب برخورد میکردن؟ چرا؟ یه دلیلش میدونی چیه؟ ما تو جامعه انتقاد داریم، فحاشی داریم. انتقاد چیز خوبیه، درسته؟ فحاشی چیز بدیه. حالا شما فرض کن به اهل بیت فوش میدادن، میگفتن آقا فوش کسی حق نداره بده، انتقاد اشکالی نداره، ولی فوش کسی حق نداره بده. خب دوربینت مشکل پیدا نمیکنه؟ خب اهل بیت مثلا میگن آقا فوش اشکالی نداره، فوش اشکال داره، انتقاد اشکالی نداره. میدونی چی میشد؟ افردا هر کی انتقاد میکنه گفتن فوش میدی؟ و فوش باید برخورد کرد. کاری نداره تعریف واقعیت. من دارم دلسوزی میکنم، انتقاد میکنم، میگه آقا این داره اختشاش میکنه، داره تحریک میکنه. شما الان پامنبر من تحریک شدین؟ حتی بعضی اصلا همینجوری تحریک میشن کلا. میگیری حرفم چیه؟ من میگم دهن فحاشم حتی نبند، تا دهن منتقد رو به اسم فوش نبندن. الان میگه مریم رجوی خفشه، بعد میگه که تو هم در راستای مریم رجوی هستی، تو هم خفشو. بعد میگه تو هم که خارج کشوری، تو هم خفشو. بعد میگه تو هم که داخلی مثل خارجی، خفشو. هیچی، همه خفشیم دیگه. نه اتفاقا همه حرف بزنید، ولی ما حرف حسابو میپذیریم. هر کی بزنه خودشو کار نداریم. ما میگه الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. این هه برمیگرده به قول، نه به شخص. ممکنه من حسن آقا میری هزار تا حرف خوب بزنم، انگیزه بد داشته باشم، برای همین دنبال من راه نیوف، حرف منو بگیر و برو. ممکنه من الان دارم این حرفا رو میزنم، فردا میخوام کاندیدا بشم، به من رأی بدید. دارم حرف خوب میزنم که فردا ازت رأی بگیرم، به من رأی نده، حرف خوبو بگی برو استفاده کن. میگه از حرف خوب تبعیت کن، نه از اونی که حرف خوب میزنه، چون من حرف خوبو ممکنه با هزار تا انگیزه غلط بزنم. پس جلو دهن کسی رو نبند. کی ببین چی میگه.
آفرین. این که روایته، میگه نگاه کن چی میگه، نگاه نکن کی میگه، حرفو بشنو، اشکال نداره که. نمیخواد ادا اینم در حالی که آقا ما نه آقا، من هر ایرانی حرف بزنه نوک حرفشو میشنم، اما چیو تبعیت میکنیم؟ حرف درست جان. تغییر خودمونه فعلا. اولین قدم که گفتم تغییر خودمونه. من و شما یه حوزه زندگی داریم، تو حوزه زندگیت به اختلاس ناراحتی، از اختلاس، از دزدی، از رانتخاری، از پارتی بازی، از دروغگویی، از تهمت زدن، از گرون فروشی، از کم فروشی ناراحتی. در حوزه خودت این کارا رو نکن. کارمندی که تو اداره داره پادکست منو گوش میکنه داره خیانت میکنه. با اینترنت ادارت و میداری پادکست دانلود میکنی، خیانت داری میکنی، تو هم داری دزدی میکنی، فرق نمیکنه. مثل همون نونوایی که خمیر رو آزاد میفروشه. آفر، این قدم اول. پس از خودمون اول شروع کنیم، این یک. البته اینا با همه هایی نیست که حالا برید تا خودتون رو درست کنید. نه آقا، با همه، تو عرض همه. من دارم تلاش میکنم خودم رو درست کنم. الان دولت داره تخلف میکنه. مثال زدم بهتون، مثلا تو قضیه ورزشگاه یک پافشاری الکی، زنها نیان با ورزشگاه. برای چی نیان ورزشگاه؟ داره یه قانون غلط میریزه. باش مخالفت میکنم، گفتگو میکنم، سخنرانی میکنم، پادکست درست میکنم، مصاحبه میکنم، حرف میزنم، مراجعه میکنم، درخواست میکنم. کار بعدی چیه؟ نمیرم ورزشگاه تا با زنم نرم. ضرر مالی میکنه. باش در ورزشگاه تو واکن، ما که نمیایم. 60000 نفر ظرفیت همیشه پر نمیشه. نترس، هر کی از خودت شروع کن، خوبی سرایت میکنه. عجله نکن، عجله نکن. قرار نیست امروز این چیزا که میگم جواب بده، قرار جواب بده. یه روزی بود تاکسی ها جلو دو نفر میشوندن، یادتونه؟ بچه ها دانشگاه تهران میدونی چیکار میکردن؟ اول میگفتن آقا سوار نکن، یارو گوش نمیداد. میگو ما دو نفر حساب میکنیم، سوار نباید بکنیم، اجازه نمیدن بغل میکیو بشونی، چون این خلاف اصلا، این درست نیست. یه مدت عجیب هزینه دادن، یواش یواش شد قانون. الان جلو اصلا تاکسی دو تا سوار اصلا امکان نداره دو نفر سوار کن. یعنی اصلا تعجب میکنه، اصلا امکانش نیست به هیچ وجه. درسته؟ عقب 4 تا سوار میکردن، میگفت یک نفر بشین و حتی را با کنیم بشینه، اصلا این خبران نیست. تو کرونا که شده بود دو نفر. یه موقع تو اتوبوس سیگار میکشیدن، رسمی اتوبوس قاشان یارو سیگار، تو هواپیما سیگار میکشیدن، مبارزه شروع شد، انگیزه درست شد، فکر درست شد، گفته شد، مزراتش تو قانون شده، تو جهان قانون شد. فکر نکن چیز کمیه، انقدر پول پشت این بود که نشه این، چون میلیاردها دلار پول سیگار بود. این ضد تبلیغه که بگی سرطان زاست، و الان وادار کردن رو تمام جعبه سیگارا در جهان بزنن سرطان زاست. قبول نمیکرد کسی. کار علمی شده، زیرساخت علمی ایجاد شده، حرکت شده، به نتیجه رسیده. از امسال فکر میکنم تو اروپا رو مشروب مجبورشون کردن این تابلو رو دوباره بزنن، مشروبات الکلی، که بزنن برای کبد ضرر داره. یعنی انقدر کار علمی کردن، تلاش اجتماعی کردن، اینو تبدیل کردن به قانون که آقا یالا رو شراب نمیزنن، به خاطر اینکه شراب چیز دینی داره برای اهل، برای مسیحی ها و اینا، ولی رو مشروبات الکلی میزنن. قرار شده از امسال، من یکی از دوستان برام تعریف کرد که انقدر تلاش کردن وادار کردن بزن که برای کبد مضر. میگه چی میگم؟ حالا ما نشستیم گفتیم حرام است. میگه آقا ما تلاش اجتماعی کردیم، تولید محتوا علمی کردیم، بردیم تو آزمایشگاه، تولید محتوا علمی کردیم، مقاله علمی ارائه دادیم، کار کردیم، رفتیم تو مجلس، فشار رو بودیم، کردیمش قانون. منتها این کار چقدر طول کشیده؟ 50 سال. هیچ تغییری سریع اتفاق نمیافته، خودمونم سریع درست نمیشیم. پس ما هر کجا دولت کاری کرد که با استانداردهای آزادی، انسانیت، اخلاق سازگاری نداره، ما باش همکاری نمی کنیم. قرارم نیست سنگ بهش بزنیم، همکاری نمی کنیم. بله بله. میفهمم.
در تو خراب نشه چیزی. اینو مواظب باش. هر مواظب خودت که میتونی باشی، در تو مواظب باش چیزی خراب نشه. یه سوال ازت میکنم، میتونی جلو کشته شدن رو بگیری؟ خب گرفتین الان 17 تا دیگر رو کشتن، تازه آمار رسمی. هست راه اینه که دارم بهت میگم. کی میگه راه نیست؟ راه هست. داریم الان اعتراض میکنیم، من مجبور میشن گوش کنن، وادارشون میکنیم گوش کنن. ما تو خودرو داشتیم این کارو میکردیم دیگه، متاسفانه اینا با پول خودمون مقاومت ما رو شکوندن. ابیت المال 20 تومن وام گذاشتن رو ماشینا، با طمعی که در ما بود و نکشته بودیمش، با پول خودمون علیه خودمون اقدام کردن، وگرنه کمپین ماشین نخریم داشت موفق میشد. درسته؟ اگه ما خودمون رو ساخته بودیم، طمع رو در خودمون کشته بودیم، 200 میلیون هم میذاشتن روش نمیخریدیم و شکست میخوردن، ورشکست میشدن. تا خودمون رو درست نکنیم میتونن از اشتباهات اخلاقی ما ما رو شکست بدن با پول خودمون. من طمع تو وجودم هست، از اون ورم میبینم به مصلحتم نیست این ماشین رو گفتم ما نمیخریم، گفت 20 میلیون وام میدم، تمام منو کشوند، مقاومتو شکوند، این دومینو ریخت. همون ماشینایی که ما نمیخواستیم بخریم و با 20 تومن وام از جیب خودمون، پول که مال باباش نیست دولت، که پول مردمه، با پول خودمون ماشینی که نباید میخریدیم و فروختن به خودمون، بازم عقب افتاد. ولی اگه خودمون شروع کرده بودیم اینجوری نمیشد. جایی نداشته باشه این سوال. چرا شما که اعلام نکردید که نه اعلام کردید؟ 28 نفر خودشون اعلام کردن. من این همه الان دارم چی میگم؟ نه من قبل دو سه روز. قبل دو سه روزم شما استوری دیشب من دیدی؟ من استوری دیدم، پادکست دیدم. استوری دیشب منو دیدی؟ چی نوشته بودم؟ خب تو داری اینترنت داری؟ خب بگو بابا چیز نه. شما امروز منو دیدی؟ نه آقا من شما رو 6 7 سال خدا پدرتو بیامرز، تو این 6 7 ساله از من چی دیدی؟ من معترضی ام که حاضر نیستم به اونی که اعتراض دارم کوچکترین تلنگری بخوره، چون من خودشو قربانی تکبر خودش میدونم، قربانی حسادت خودش میدونم، قربانی حماقت خودش میدونم. شما هم میدونی منظور من از این سوال چیه؟ بله من خدا شاهده فقط میگم، یعنی چرا این اتفاق سر جوانان؟ من میگم اعتراض کنیم بدون خشونت به هیچ وجه، ولی پافشاری کنیم رو اعتراض بدون خشونتمون با ابزارهای درست فکر کنیم. اصلا پشت هیچ کی نمیخواد باشی، خودت اونجایی که آقا من یه فضای مجازی دارم دیگه، من که چیزی ندارم، تریبون رسمی ندارم. خب من به هزار تا رفیقا بچه‌ای که میتونستم تماس گرفتم، دیدم، گفتم، گفتم آقا راه اعتراض اینجوری نیست، تا این مدلیه اگه میخوای جواب بگیریم. بعد شروع کردم تو فضا مجازی اصول دهکانه گاندی رو گذاشتن، آقا فکر کن موفق شد، از انگلستان کشورشو نجات داد. شما میدونید هندوستان یعنی چقدر منافع؟ مجبور شد رها کنه بره، نمیتونست کار کنه، هیچ کی باش همکاری نمیکرد، هیچ کس باش همکاری نمیکرد، مجبور شد رها کنه. بله کشته دادن ولی نکشتن، گاندی کشته داد ولی نکشت، خون ریخته شد ازش، خون کسی رو نریخ. من به شما گفتم من اگه سربازم منو بردی جلو مردم، هزار تا سنگ مردم کلتوف مولوتوف بندازن رو منو آتیش بزنن، من بلند نمیشم با اسلحه بزنمشون به هیچ وجه. من مردمم، اگه دیدم داری دختر منو میزنی سپر میشم دخترمو نزنی، ولی اگه فکر کنی من تو رو میزنم، من تو رو نمیزنم. شما اینجوری
چون تو هم بچه مردمی. چیه؟ شما اینجوری داری میگی، اونی که میزنه فکر نکنه. میگم بزنه، من از من به تو زدنی نمیرسه، من نمیزنم، تو بزن ببینم چقدر میتونی بزنی. پسر خوب بعثیه داشت آستر اکبر ابو ترابیو میزد، باتومش افتاد، ورداشته بود بهش گفته بود تفضل خواهیه، بفرمایید برادر. بعثیه تو زندانای حزب بعث میگفت، گرفته بود نگاه کرده بود دیگه نتونسته بود بزنه. نه، اون میخواست به جامعه بگه تو خودتو نساختی، میخواست بگه خشونت درونت هست، دریا گیر نیوردی، شناگر خوبی هستی، اومد وایساد. باشه، ولی راه اصلاحش همینه، کثافت خودشو ببینه. اون زن برهنه وایساد، گفت هر کاری میخواید بکنید بکنید، من بی حرکت وای میستم. از پر اونجا گذاشته بود تا تیغ و اسلحه، و مردم اول اومدن با پر و با گل و روش نقاشی بکشه، بعد دیدن کاری نمیکنه، تیغ بهش کشیدن، زخم میزنه، آخه دیگه اصلا بهش بکشدش. خواست به جامعه بگه تو تمیز نیستی، ادا تمیزا رو در نیار. ولی اون کسی که اسلحه رو کشید این زنو بکشه، بعدن نمیره فکر بکنه من چه کثافتی ام. آخه حضرت ابراهیم حاضر شد بیفته تو آتش که چی بشه؟ فرج او الا انفسهم. همش همین بود، مردم به خودشون برگردن. بابا یه کار کن، ماموره به ماموریت شک کنه. به خودش که باید جواب بده، صبر کن، به خودش که باید جواب بده، به وجدان خودش. وجدان یه چیزی تو هیچ کی نمیمیره به هیچ وجه. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرت ساکت نمیشینه، ساکت نمیشینه. دادگاه فطرت هر شب درست میشه، هر شب مجرم رو محاکمه میکنه. یه کاری کن فطرتش ولش نکنه، وجدانش رهاش نکنه، کاری نداره که. مهم یه چیزه، ببین شاید همه رو نتونی اصلاح بکنی، اول اینکه خودت تو که اصلاح میکنی، یا خودت لذت میبری، تمیز میشی. شما فهم میکنی ماندلا اون روز که تو زندان بود حال میکرد، یا اون روز که شد رئیس جمهور؟ پس من زندانی تو نیستم، تو زندانی خودتی، من که حالم خوبه. این از من، اول که خودتو نجات بده، دو یه نفر رو نجات بدی انگار همه رو نجات دادی. شما اونی که توبه کردن رو ببین، نیمه پر لیوان رو ببین، اونی که برگشته. آقا یه کاری کن مأموره شب رفت خونشون با عذاب وجدان نتونه بخوابه، که دختر مردم رو زدی، خسته نباشه، قبول باشه، تقبل الله، زدی بچه مردم و پیر مرده رو هل دادی، زن مردم رو کنار خیابون زدی، واقعا خدا ازت قبول کنه. خودت دختر نداری؟ نظر از وجدان درستش میکنه. حالا حیف که به من امانت داده طرف، یعنی امانت اومده پیش من، وگرنه یه قصه ای که خیلی تو ایران پیچید سر همین برخورده اینجوری، اونی که برخورد کرده بود اومد پیش من گفت عذاب وجدان ولم نمیکنه، اصلا نتونست دیگه تو اون سازمان کار کنه، اومد بیرون، میگه سربسته میگم چیزی نمیخوام برمش. حرفش پیش من امانته. شما وجدان دست کم، من به انسان ایمان دارم پس به تغییر ایمان دارم. عجله نکن عزیزم، پافشاری کن در اعتراضت. من نمیدونم اصلا خدا خواسته بود چجوری بود، گفتم وایستادم اینجا شما بزنیدش ببرمش در میکنم، یا میچه من نگفت زدنش رفت، زدنش آقا زد خون ازش میرفت،
تو فکر میکنی اون مأمور شب تو خونه خوابش میبره؟ اصلا اینجوری نیست. اشتباه میکنی، اشتباه میکنی. تام بله، همه جورش هست. بله، مأمور رئیس یگان ویژه داشت میگه با ما ناراحتیم نکنید. این هم هست، همه طرفش هست. اون هم هست که هم موتور پیاده میشه تو دختر مردم رو زدن. من حرفم چیز دیگه است. میگم من به فطرت ایمان دارم. ایمان نداریم؟ به فطرت، به وجدان ایمان نداریم؟ عزیزم آقا منو بزن، خوبه منو بزن. نه دفاع اشکال نداره. باشه، من میخوام کار بزرگتر بکنم. حاج آقا یه چیزی بگم، من میخوام اون بدیه نباشه. حالا همون 88 رو فکر کنم، یه فرای از این سرداری حق شد و بزنید، هم یه دستی بزنید چقدر ثواب داره. بله یادم. اونا نه تنها عذاب وجدان نمیکشن، گاهی احساس میکنن. خیلی دوست دارم بری همون سرداره رو ببینی که الان عذاب وجدان نداره. اینجوری نیست. فطرت و وجدانی که شما صحبت ازش میکنید و فکر میکنم اکثریت قریب به اتفاق اینجا هم بهش اعتقاد داریم، اینقدر در طول زندگی از زمان به دنیا آمدن تا از زمان تولد تا مرگ دستخوش تغییر میشه، چنان دیگرگون میشه که دیگه اصلا اون شکل ظاهری اولیش که حالا چه خوب بوده اتفاق شده اتفاقا تغییر نمیکنه. شاید خاک بریزی روش بخوای صداشو نشنوی، ولی صداش میاد. امکان نداره. تو فکر میکنی آدم بدا چرا میرن سراغ یه چیزایی که حالت عادی نداشته باشن؟ میخوان از این در برن ولی نمیتونن. هیچ گرگی رو به خاطر پاره کردن گوسفند یا شکار حیوان دیگه که اون فرق میکنه، اون ذاتش گرگه، تو انسانی. اصلا اینجوری نیست، انسانی. میگم من اعتقادم اینه، من به انسان اعتقاد دارم. دیدم آقا الان حیف یه چیزایی پیشم امانته، خب یه حرفایی با خود من برخورد کرده، مأمور بوده، اصلا بهش گفتن فلانی رو تحقیر کن، من یه جمله رو دلسوزی گفتم، واقعا دلسوزی، چون تحقیر نمیشم اصلا. حالا تو مثلا یه برخورد زشتی کرد وقتی منو بازداشت کرد، بهش گفتم پسر با آخرت خودت بازی نکن، من که برای مهم نیست. یه وقت یکی جا منه به هم میریزه، خدا شاهده سه بار تو دادگاه منو دید، سه بارش از من عذرخواهی کرد. یک سری ژنتیک ها هیچ وقت تغییر، اصلا اینجوری نیست. من یه همچی چیزی قبول ندارم. حالا شما فعلا راجع به اونایش که تغییر میکنه یه کاری بکنید تا بقیش آزاد بره. به هیچ وجه، به هیچ وجه. باشه حالا ما هم خوندیم دیگه. بله آگاهی، با آگاهی گم شدم، اون آگاهیه، گم شدم آگاهی. به شما گفتم یارو تو حزب بعث عراق زندانی ایرانی رو داشته میزده، باتومش میفته، باتوم رو برمی داره میگه تفت دل خواهید برادر بفرمایید، میگفت دیگه نزد. اشکال نداره، وضو مگه نمیگیره؟ میگم قاضی وضو گرفت نشست دیگه جلوی خود من دیگه. خب باشه، هیچ اشکالی نداره. میگم انسان اصلاح میشود، انسان تغییر میکند، انسان فطرت دارد، انسان وجدان دارد. ولی شما عجله داری، عجلتو بذار کنار. بعدم آقایون شما همه کارهایی که من گفتم الان کردید به نتیجه نرسیدید؟ شما فهم میکنی اون سربازی که روبروت وایستاده اون قربتن الهی اون سربازه بابا بدبخت، تو داداششی. من نیروی انتظامی بنده دانشگاه پلیس مرکز آموزشی نصر، همینجایی که الان دارم میرم سربازی، اینجا مال ارتش بود، اجاره کرده بود ناجا، سردار هدایتی اونجا بود، خدا رحمت کنه شهید شد، شیمیایی بود شهید شد. خب من میرفتم سخنرانی تو پادگان، بچه‌ها موقع تقسیم گریه می‌کردم، می‌گفتم حاجی دعا کن پاسگاه نیفتیم خراب می‌شیم.
تو چی فکر میکنی یارو انگیزه 100% داره فلان؟ نه عزیز من، نه اینجوری نیست. اونم پدره، اونم خودش دختر داره، اونم پسر داره، وجدانش درگیر میشه. فکر نکن نمیتونی. من میخوام بگم نکردی منو کاری که هزاران هزار. من که من آقا بنده کسی هم که ده 15 سال دادگاه پاسکا بودم، گفتم بیا گفتگو کنیم، گفتن تفهیم اتهام سند بذار آزادت کنیم، سند گذاشتم اومدم بیرون، دو روز بعد ریختم تو شرکت منو گرفتن، باز بردن اونجا کردم توی اتاق، باز بردم تو دادگاه، توهین کرده، چیکار کرده، صحبت کرده، دوباره ولم کرده، دوباره گرفته، دوباره گفته بیا گفتگو کنیم، توهین کرده، دوباره تهدید کرده. هزار جور برنامه اینجوری دیدم، ولی هر کجاش من برخوردم این بوده که آقا گفتم بذار اینو از خودش نجاتش بدم. آخه چرا تو اینقدر بد اخلاقی؟ چرا با من پدر کشتگی داری؟ من نتیجه گرفتم. کسی که منو بازداشت کرده نشسته بغل دست من گفته منو حلال کن. من دوست نداشتم این کارو بکنم. یه جور دیگه میشناختمت، یه جور دیگه میبینمت. حالا مگه من حقم؟ نه، منم هزار تا اشتباه داشتم. تازه منی که هزار تا اشتباه داشتم، یه برخورد خوب از من دیده، طرف ریخته به هم، بعد رفته یه چیزی رو گوش کرده، دیده اصلا این حرف اونی نیست که من گفت. من حرف دیگه زدم، یه چیز دیگه کردم تو مخش. انقدر وجدان داشته، شب اومده یه جایی منو دیده، به من میگه آقا منو حلال کن. گفتم آقا من خاک پات، من به خدا اگه چیزی از کسی تو دلم باشه، از هیچ کس. عزیزم جواب میگیری این چیزا که من. حالا شما میگه آقا هیتلر، بابا چند تا هیتلر داریم تو جهان؟ تازه همون هیتلرشو. یه بنده خدا از این بچه آزاده ها میگه من معتقدم اگه یکی مثل آستالیکا ربوترابی یه هفته توی سلول باشه با صدام، صدام توبه میکنه. بچه ها گوش کنید. اصل پنجم، در حال زندگی کنید. نمیخواهم آینده را پیشگویی کنم، به حال بپردازید. خداوند قدرت کنترل آینده را به من نداده است. میگه گذشته که من کنترل روش ندارم، آینده هم که ندارم. حالو از دست نده. ما بعضی وقتا حالو از دست میدیم به خاطر گذشته، یا عذاب وجدان، یا کینه، یا دشمنی، یا هر چیزی. یه وقت آینده رو از دست میدیم به خاطر ناامیدی، به خاطر پیشگویی. میگه ولش کن آینده رو، گذشته رو ولش کن، الانو بچسب. گذشته که گذشته، آیندهم که نیومده. قم فختنم الفرصت بین الادمین. میگه بلند شو، دو تا عدم، با دو تا عدم روبرویی، گذشته آینده. بلند شو امروزتو دریاب، الانتو نجات بده. خب در حال زندگی کنیم. اصل پنجم، بهترین راه برای غلبه بر مقاومت درونی که اغلب ما را از حرکت باز می‌دارد، ماندن در زمان حال و پذیرش آن است. در زمان حال در مورد آینده نگران نیستی، چون نمی‌توانی آن را کنترل کنی. مقاومت در نتیجه تصویر عواقب آینده منفی یا اندیشیدن به شکست‌های گذشته در برابر حرکت شما قدرتش را از دست خواهد داد. بنابراین انجام فعالیت و حرکت آسان‌تر خواهد شد و تمرکز بر حال افزایش خواهد یافت. به یاد داشته باشید که ماندن در زمان حال عادتی ذهنی است که باید در ما پرورش پیدا کند و در گذر زمان قدرتمندتر شود. من یه پسر بچه دیدم 21 سالش بود، داشت ماشینمو درست میکرد. بهش گفتم چند سالته؟ گفت من 21 سالمه. به خودم فکر کردم، بهشم گفتم حاضرم همه زندگیمو بدم برگردم به 21 سالگی. بعد گفت جدی میگی؟ گفتم به خدا، و دیدم راست میگم. بعد به خودم گفتم فرض کن من الان 65 سالمه و رسیدم به یه آدم 43 ساله، حاضر نیستم همه زندگیمو بدم برگردم به 43 سال؟ خب من الان 43 سالمه. خب بسم الله. هی در حسرت گذشته امروز از دست میدم، هی در بدبینی آینده امروز از دست میدم، میشم بی حرکت. میگه نه، گذشته رو که قرار شد ببخشی، تجربهشو برداری، آیندم که هنوز نیومده پیشگویی نکن. بسم الله حرکت کن. خب اصل پنجم در حال زه. اصل ششم، همه انسانن. ادعای من این است که انسانی ساده هستم و گاهی مانند هر موجود فناپذیری خطا میکنم. آنقدر متواضع هستم که به گناهانم اعتراف کنم و به جبران گذشتم بپردازم. آقا ما هممون انسانی. من ممکنه اون فرماندهی باشم که الان کف خیابون روبرو مردمم، یا اون سربازی که با باتون وایستدم، یا اون افسر، یا هر کی، یا اون نیرو امنیتی، یا اون نیرو اطلاعاتی، یا هر کس دیگه. من ممکنه جای اون باشم.
یا من معترضی باشم اینور، دختری که الان کف خیابونه میگه آقا من حقمو میخوام و من بهش حق میدم. اما ما انسانیم، خطا میکنیم. خطاهای دیگران رو انقدر گنده نکنیم که خطای خودمون رو نبینیم. الان میگه حاج آقا ما هرچی باشیم که شم نیستیم. آقا چه ربطی داره؟ گناه شم رو انقدر گنده کردی که گناه خودتو نمیبینی؟ چه ربطی داره؟ هیتلر خیلی آدم بدی بود، بدی باشه، منم تو خونمون هیتلرم، چون متکبرم، چون مستبدم. حرفو بگیر، ما هممون انسانیم و هممون خطا میکنیم. دوست داری با خودت چجوری برخورد بشه در خطا؟ اعتماد بیش از حد به دانش خود احمقانه است. قوی ترین ها ممکن است ضعیف شوند و داناترین ها ممکن است اشتباه کنند. وقتی شروع می کنید از کسی اسطوره بسازید، حتی اگر کارهای خارق العاده ای انجام داده باشد، باعث می شوید کم کم از آن فرد دورتر و دورتر شوید. کم کم احساس می کنید که هرگز نمی شود مثل او بود، چون او خیلی متفاوت است. پس به خاطر داشته باشید همه صرف صرف نظر از آن که چه کسی هستیم، انسانیم، همه انسانیم و جایز الخطا. و نگه داشتن انسان ها در استانداردهای غیر عاقلانه فقط باعث ایجاد تعارضات غیر ضروری درون و منفی بافی های جهان پیرامون خواهد شد. خودتان را از عادت بد سرزنش به خاطر اشتباهاتی که مرتکب شده اید رها سازید. در عوض ببینید کجای راه را اشتباه رفته اید، چه درسی می توانید از اشتباهاتتان بگیرید و تکرار دوباره تا آقا کسی رو اینقدر آقایون، هیچ کس از حقیقت بزرگتر نیست. بود از کسی نساز، همه ممکن اشتباه کنن، همه ممکن اشتباه کنیم. پس نه از کسی بود بساز، نه از خودت. نه اشتباهاتتو انقدر گنده کن، خودتو سرزنش کن که حالو از دست بدی، عملو از دست بدی. نه اشتباهات دیگران انقدر گنده کن که اشتباه خودتو نبین، در اشتباه بمونی. ما همه انسانیم، یه اصله. اصل هفتم، پافشاری کن و ادامه بده، این که توضیح دادم. اصل هشتم، به چیزهای خوب در مردم بنگرید و به آنها کمک کنید. خوبی‌ها رو تقویت کنیم. این دهه 80 همونا نیستن که مسخرهشون می‌کردیم؟ همونا نبودن میگفتیم اینا کیان، اینا چیان؟ بله الان دارن کف خیابون بعضیشون آتیش میزنن، چه میدونم شیشه میشکنن، اعتراض میکنن. من اینا رو شاید این به این اعمالو شاید من بهش اعتراض داشته باشم، ولی دنبال چیان؟ نیتو ببین و پاش حاضرن چی بدن. اینا همونا بودن که میگفتید اینا کیان دیگه، به چه درد میگفتیم، همه میگفتیم اینا به چه دردی میخورن، اینا بی غیرتن، اینا بیکارن، علافن، فلانن. من هستشو میبینم، بله من با شیشه شکوندن مخالفم، با آتیش زدن مخالفم، با همونطور که با تیر زدن مخالفم، همونطور که با گازشکاور زدن، با زدن زن مردم، پیر زن زدن، پیر مرد زدن، تیراندازی کشتن، با اونا مخالفم و با اونا مخالفترم، چون دولت قدرت داره، میکشه، توجیه میکنه، میکشه و دادگاه تشکیل نمیده. با اونا مخالفترم، قطعا با اونا مخالفترم. اما من نیوه پر لیوان ده هشتا به من فوش میده، میگه تو بی غیرتی، تو عوضی، تو آدم خودشونی، تو سوباب اطمینانی، تو چرا نمیای کف خیابون، تو عوضی، هر هزار تو فوش. من فوششو کار ندارم، من دارم یه انسانی میبینم که حاضر شده برای حقیقت، برای چیزی که فکر میکنه حقیقته، حالا شاید اشتباه تشخیص داده ولی فکر میکنه حقیقته، حاضر جونشو بده، حاضر شده هستیشو بده، حاضر شده بره زندان. نمیدونه میره زندان، نمیدونه کتک میخوره، نمیدونه پرونده میشه براش، میدونه پاکش باخته است. دمت گرم، من این حس تو، این انرژی تو دوست دارم، اینو قبول دارم، به این احترام میذارم و معتقدم اگه این جهت درست پیدا کنه تو از من بهتری، خیلی از من بهتری. من جرأت این چیزا رو نداشتم، تو داری. نیوه پل لیوان مردمو ببینیم، همه رو. من اون افسری هم میبینم که عین پدر حرف میزنه، تحسینش میکنم، میگه آقا من خودم دختر دارم، من بشه شما داغدارم، طور خدا این کارو نکنید، من به این من اینو دوست دارم. همونطور که اون پیرزنی که میگه جوون نزن داداشته، اونو دوست دارم. حتی اون دختری که روسریشو برمیداره، شاید من طرفدار حجاب باشم ولی اون در علیه اجبار داره اقدام میکنه، من کارتو دوست دارم، من انگیزتو دوست دارم. دمت گرم، تو جلوی اجبار میخوای وایسی، کار درستی میکنی. شاید روش تو قبول ندارم، اما اصل فعل تو، اصل عدم اجبار تو دوست دارم و خیلی بزرگی.
دیدید دختره نشسته اینجا افسرام دورشان این خیالش نیست؟ باریکلا. و میدونی این انرژی مثبت اگه یک مسیر مثبت درست کنه چی میشه؟ نیمه پر لیوانشو ببین. شاید ما به این کار انتقاد داشتیم، به این شکستنه، به اون زدنه، ولی اون نیمه پرشو ببین، این آدمه رو ببین، حاضر شده چی بده چی بگیره. میدونید ظاهر عمل رو نگاه نکن، حقیقتشو برو بگرد پیدا کن. میگه مردم رو، چیزهای خوبشون رو ببین، به چیزهای خوب در مردم بنگرید و به آنها کمک کنید. فقط به خوبی‌های مردم نگاه می‌کنم، در حالی که خودم بی اشتباه نیستم. اجازه تجسس در اشتباهات دیگران را به خودم نمی‌دهم. من وکیل اشتباهات خودمم، مدافع خوبی مردم. میگه بازجو من نماز می‌خونم، گفتم خیلی چیز خوبی بوده، ان‌شاءالله نمازش نجاتش بده. من با اون کاری که پرونده سازی تو مشکل دارم، با اینکه به من تهمت میزنی، به من توهین میکنی مشکل دارم، با نمازت ایشالله نمازت از این کارا بد نجاتت بده. یعنی تو بدترین شرایط ممکن حسنو ببین. آقا اینا بازی نیستا، اینا فیلم نیستا. میگه حضرت مسیح رد میشد، دیدن یه سگ مرده ایه، هم بوگن میده، همه گفتن اه حضرت فهمو چه دندون منظمی داره. اینا رو به عنوان اسطوره تعریف کردیم. نه، اینو بیار تو زندگی. با همسرت هم خوبیاشو ببین، با همسایت هم خوبیاشو ببین، با پدرزنت، مادرزنت، پدرشوهرت، مادرشوهرت، برادرشوهرت، برادرزنت، اونا هم خوبیاشونو ببین، خوبی دیگرانو ببین. بله، اگه چشم خوبی بین داشته باشیم خب به ما کمک میکنه. منفی ها باعث میشه خوبی ها رو نبینیم. آقا مثلا با منفی تو کاری ندارم، من میگم با شکل عملش مخالفم، شکل عمله رو دوست ندارم، اما اون نیته رو، اون درونش رو، اون حالش رو میپرستم. اون حالش رو بله بله، آزادی از نظر من مطلق مطلقه، چون من به فطرت اعتقاد دارم نمی کنم. شما رای دادی؟ بابات رای داده، گفتم تو خود اصلا سنت نمیخوره. حالا از خودت بگو، بگو من اومدم اعتماد کردم، شاید ما نکردیم، خود از خودت بگو. حالا نماینده اونا که نیستی، نماینده خودتی، بگو من. اشکال نداره بابا، نترس، بگو نظر من اینه، منم میگم نظر من اینه، من فهمم اینه، هیچ اشکالی نداره. الان من این که تو میگی اسلامه، میگم نه عزیز من، برداشت من از متون دینی اینه، هیچ تعصبی هم روش ندارم. شما ممکنه بیای به من بگی این اینجوری نیست، اینجوریه، بفهمم درسته، میپذیرم، ولی نظر منه. خب باشه، حالا چون تو میخوای آزاد باشی باید دهن بغیر سرویس کنی؟ نه، حالا یه سال دیگه ازت میکنم، حالا یه سال ازت میکنم، نمیشه. یعنی چی؟ حالا اشکال نداره، اشکال نداره، اشکال نداره، من اصلا به هیچ کدوم اینا کار اشکال نداره. باشه، اصلا شما 100% ولش کن، گوش آقا، گوش کن بابا، بابا عزیزم، با من داره صحبت، با من داره صحبت میکنه، اشکال نداره، با من داره صحبت میکنه. آقا گوش کن عزیز من، شما بذار یه مدافع میاد چیکار میکنید اینجوری؟ خب اگه قرار باشه ما نذاریم کسی حرف بزنه که، خب ما چه فرقی داریم با اونه که دهن بقیه رو میبندن؟ آزادی بیان داری؟ حتی میدونی که ما تو جلسه شما آزادی بیان نداری. برای گوش کن، گوش کن، حالا گوش کن، من خاک پادم، گوش کن، من اشکال نه بابا، الان که شما باشه باشه. آقا به ما چه؟ آقا عزیزم شما تلویزیون دارید 23 شبکه با پول ما، حرف بزنید. خب باشه، حالا شما که تو تلویزیونتون ما رو راه نمیدید، یه جلسه خودمونم میگی به ما راه بده، میگم باهاش صحبت کن، من که مشکل ندارم که. شما جلسه اولت 20 میگه که 200 بار اومد اینجا حرف زدی، کسی چیزی بهت گفته؟ خب بسم الله ادامه بده. آره پسرم عزیزم، 20 تا 30 تا شبکه تلویزیونی، 100 تا شبکه رادیویی مال دست شماست، شما که نیست، دست یه عده است، میتونه حرفای شما رو بزنن، حرفایی که شما دوست داری رو میزنن. خب حالا ما یه دونه ایمیل، یه دونه موبایل داریم، موبایل خودمه، صفحه اجتماعی خودمه،
اینجام آزاد، شما میای سوال میکنی، اینترنتش هم پولشو خودم دادم. خب میای سوال، بعد میگی اینجا هم به ما جا بده، ولی میدونی که اونجا به من جا نمیدن. اینو که قبول داری؟ آفرین، اشکال نه، آفرین، اصلا اون ظلم نیست. منم خیلی میل ندارم برم اونجا، حالا ولش کن. اما حرفم به شما اینه، شما میخوای طرفداری از حجاب کنی، باشه طرفداری کن. کی گفته که طرفداریش اجبار کردنشه؟ من مدافع حجابم، من حجاب رو قبول دارم، من حجاب رو دوست دارم، من حجاب رو میپسندم، اما اجبار حجاب رو به هیچ وجه قبول ندارم. آخه این نظر شماست، نظر من این نیست، اصلا اینجوری نیست، من این حرف رو قبول ندارم. اون اشکال ندارست آقا. بچه ها، آقا از شما که عزیزم از من داره سوال میکنه. آقا جون، عزیزان من، فرزندان من، یه ساعت شما دارید هرچی دلتون میخواد بگید، این بیچاره داره تعامل میکنه، یه چیزی داره میگه، همه دارید جواب میدید، از من داره میپرسه. نه کارتون قشنگ نیست. نه بچه، کارمون قشنگ نیست. گوش کن، اگه ما یه کاری کنیم، یه نفر که یه جا مخالفه، حالا هزار جا با ما موافقه، یه جا با ما مخالفه نتونه حرف بزنه، اتفاق قشنگی نیست. اما من یه چیزی به شما بگم، یه کارایی هست که باعث هرج و مرج میشه و دست دولته. اختلاس چند هزار میلیاردی ناامیدی درست میکنه. تو جرم شناسی یکی از چیزایی که باعث بزهکاری میشه ایجاد ناامیدیه. مسئولی که انتقاد نمیپذیره، تریبون یه طرفه داره، از حربه قانون، از حربه رانت استفاده میکنه، دهن مخالفش میبنده، ایجاد ناامیدی میکنه در جامعه. مسئولی که رانتخاری میکنه، بچهش اونور دنیا داره. شما دولت قبلی آقایون میگفتن هر کس که بچهش اونوره این آدم فاسدیه، فاجریه، فلانه. دولت افتاده دست خودشون، میگن بچه ما رفتن اونجا دانش بنیان درست کنن، شرکت دانش بنیان. اصلا بچهای مسئولین که میرن خارج هوششون بیشتره. خب یه کسی برگشت گفت من ژن برترم، بابا یارو دره وردید. پس خودتونم که دارید میگه ما ژن برتریم. شما نظرات آقایون رو در دولت قبل با دولت الان بذار 180. مگه مجلس نمیگفتن که باید شفاف باشه؟ مگه یه آقای سخنران نمیگفت مجلس شورای اسلامی آدم باش؟ پس چرا الان به نمیگه آدم باشن؟ آدم باشید. آقای رئیس جمهور رفته سفر، اینو کی با خودت وشتی بردی با پول بیت المال؟ آقای مجلس آدم باش، چرا رأیت شفاف نیست؟ اینا رو شما نمیبینی؟ بعد حجابو یه وقت شما میگی آقا یه قانونه، هیچ ربطی هم به اسلام نداره، ما یه قانون درست کردیم، یالا اطاعت کنید، من باش مشکلی ندارم، میگم یه قانونه مثل بقیه قانونه دیگه. اما یه بار میگید اسلام میگوید، من یه محقق دینی ام، اسلام اجبار حجاب قبول نداره. به هزار سند و دلیل بهتون ثابت میکنم که اجبار در اسلام وجود نداره. نه باشه، قانون که زوره، و الان قانون اشکال نداره، قانونه خوبه، قانون مادام دام العمره، نه در خود قانون اساسی تدابیری هست برای تصحیح قانون اساسی. وقتی قانون چیزی است که عرف جامعه همه بپذیرن، بنده با نگاه شخصی شخص حسن آقا میگی، هیچ کار علمی هم روش، علمی یعنی با متد علمی این برداشت رو نکردن، برداشت شخصی من که اگر الان رأی گیری بشه به این که آیا قانون اجباری بودن حجاب باشد یا نباشد، بنده معتقدم نباشد رأی می آورد. نظر منه. حالا من پیمایش علمی کردم، تحقیق علمی که نه، شما هم تحقیق علمی نکردی، شما نظرتو میگی، من نظرمو میگم. حالا بنده اگر میگید قانون است، میگم باشه قانونه، البته این قانون زایمان نشده ها، سزاریان شده، چون روز اول گفتید حجاب اجباری نمیشود، بعد یه دفعه یه فتوا از امام گرفتی که در ادارات اجباری شود، بعد بردی تو جامعه گفتید یالا، پونس کردی تو مخ مردم و رنگ زدید دستاشون و ما رو چیدید و بعدم بردید مجلس خودتون دستور کردید. قانون چیزیه که برآورد خاص جامعه باشه، من به این اعتقاد ندارم الان. خب باشه، تا قانون است قانون است، ولی کسی گفته قانون رو نقد نکن؟ من نقد دارم، انتقاد نکن، من انتقاد دارم. شما به هیچ چی قانون انتقاد نداری؟ داری؟ منم دارم. خب حالا من برای انتقاد به قانون سنگ برمیدارم؟ نه خیر، من تریبون دارم، به مقاومت مسالمت آمیز اعتقاد دارم، ولی بر انتقادم پافشاری میکنم. باشه دیگه، حالا خوش
هم نه بیرون هم نه همینجا بعد جلسه بشینید با هم صحبت کنید. منتها درست ها گیس و گیس کشی نه. آره نه گیس و گیس کشی نه. قشن بشین اینجا آب گوشت هم بهتون میدیم، چایی هم هست، قشن اصفهانی، اصفهانی مشتی. اصفهانی ها خیلی منطقی هست. میخوان دعوام کنم میگه برو اون برجو منم این برجو. داداش بگو منم بگم، جلو نه دکمه هامونو نکنید، دمتون گم. این منطقیه. گفتگو رو ما نوکر گفتگو هم هستیم. میون میگم بخرم بیارن تا صبح اینجا با هم گفتگو کنید. گیس و گیس کشی نداریم ما. خب من ها میوه برادر زن اینجوری میشه؟ تو باید یک کار کنی اصلا یادشون نیاد. مثال دارم میگم، اگه وابود میخریدیم بهشون. حرفم به شما اینه، شما یه نظری داری میگی آقا حجابه به بی حجابی بد حجابی فلان آسیبو داره. من یه چیزی بهت بگم، وقتی حجاب اجباریه هیچ حرفتو گوش نمیکنه. میدونی چرا؟ چون یه دکه حجابو اختیاری، یعنی ببین همسر من، مامان من هیچ وقت نمیفهمن حجاب اجباری یعنی چی، چون اونا انتخابش کردن. میدونی حجاب اجباری کی میفهمه؟ اونی که قبول نداره ولی مجبور شده بذاره. خب حالا شما میگی بد حجابی مضر است. خب زن من و مامان من که مخاطب تو نمیتونن باشن، اونا خودشون محجبن. اونی که زوری حجاب سرش کردید گوشش دیگه بدهکار حرف تو نیست. یارو به زور آوردی نشوندی. اصلا ما در تربیت الان ما میخوام اعتیادو ترک بدیم. قبلا میگفتن معتاد مجرم است. شما یادتونی به سن شما نمیخوره، به سن ما میخوره. کمیته یا میریختن لا معتادا، میزدن و میزدن، میگرفتن میبردن. اون آقای خلخالی هم بود زرت و زرت اعدام میکرد. اون میگه من اعدام میکنم، حالا دیگه ولش کن گناهشو نشدیم مرده دیگه. ها خودش دادستان همه چی بود، خودش قاضی بود، خودش همه چی بودیش. نمیشناسی شما، شما اصلا اون زمان نبودی. آقا ولش کن، یارو مرده، دستش از دنیا کوتاست، خودش میدونه. عزیزم آقا با هم چرا صحبت میکنی؟ من 10 بار دارم میگم به شما، آقا با من داری صحبت میکنی؟ آقا ولمون کن جون مادرت دیگه. شما عجب عزیز من، شما ابتدایات گفتگو رو رعایت نمی کنید. من دیروز رفتم یه جایی، یه حسینیه ای ماری آقاییه و اونا خب تو سیستم حکومتن، حسینیه قدیمیه. من رفتم اونجا شرکت کنم ماری مستمع، تو هیچ بخششون نرفتم اداریشون. میدونی چرا؟ چون هزینه حرفامو من باید بدم. اون چه گناهی کرده بدبخت؟ من مهمونم، میرم خونه یا اون، خب در وا میکنه چکار کنه؟ بعدم بگیرم بگم چرا آقا میری را دادی؟ نامردی نیست من حرف بزنم اون هزینه بده؟ داداش یه جایی حرف بزن که هزینه شو خودت بدی. اگه شما یه حرفی بزنی هزینه شو بقیه بدن، این کار درست نیست. من اینجا نشستم هزینه حرفامو من میدم، نه تو، نه هیچ کس دیگه. این قشنگ نیستش که ما بریم یه جایی حرفی بزنیم یه بدبختی گرفتار بشه. شما اگه حرفی داری یه جا برو بزن که هزینه‌شو خودت بدی، نه کس دیگه. من اینجا که سانسورچی شما نیستم که، من حرف خودم دارم میزنم، هزینه‌شو من میدم. اما اگه شما بیا یه حرفی بزنی که هزینه‌شو صابخونه بده، اون مستمع بده، اون کس بده، این کار قشنگ نیست. باشه شما هر نظری داری برو خودت یه جایی بده که هزینه‌شم خودت بدی. من اونقدی حرف میزنم که شما هزینه حرف منو ندید، من بدم. تا حالا شما رو به خاطر من جایی بردن؟ چرا فیلمتو نشون نمیدم؟ که رفیقم میگه نکنه خالی میشینی حرف میزنی. گفتم نداداش مردم میان، ولی قرار نیست که مردم هزینه حرفو منو بدن. من باید، برای همین ما دوربینو میذاریم نزدیکترین آدم به من که فیلم شما توش پخش نشه، که هزینه حرفو من بدم، نه تو، نه هیچ کس دیگه ای. یه روزی میگفتن آقا معتاد مجرم است، میریختن میگرفتن میبردن اعدام میکردن، هزار تا کار میکردن. درست شد؟ نشد. بعد اومدن حکم گذاشتن، گفتن باید اجباری بره کمپ سمزدایی کنه. ما الان تو کنگره یا بچه‌هایی که تو ان ای هستن، همین انجمن معتادان گمنام یا بچه‌های کنگره، فرق نمی‌کنه، اولین اصل برای پذیرش کسی در کنگره یا در ان ای میدونی چیه؟ خودش بیاد. تمایل. خودش بیاد با پای خودش.
مامانش بیاره، باباش بیاره، داداش، طرف آورده من جون مادر، میگم آقا فای خودش بیاد، ما نوکرش، من هزینه سمزودایش هم من میدم، ولی خودش بیاد. تربیت اصلا اجباری امکان نداره. قرآن میگه چی؟ میگه لیقوم الناس بالقسط، خودشون بلندشن قیام کنن به قسط. اون قول معنیش اجباره، پیشنهاده. بگو اگر حجاب در این کشور اجباری نبود، بنده 50 تا منبر میرفتم در دفاع از حجاب. نه نه، اصلش پیشنهاده اصلا. آقا عزیزم عزیزم، این حرفا رو، این اصول رو درست کردیم، هیچ ربطی به سیستمی که پیغمبر گفته نداره. یه اصولی درست کردیم، میچینیم رو حرف، میگیم اصل این است. نه اینجوری نیست، هیچ کدوم اینا نیست. کی گفته؟ دین یه پیشنهاده. آقا بنده یه پیشنهاد براتون دارم، این پیشنهاد منه. برای همین تو قرآن به پیامبر میگه لست علیهم مسیطر، میگه تو اصلا وکیلشون نیستی، تو اجبار کننده نیستی، مبشرم و تازه هدایت، میگه ان علینا للهدى، هدایت کار من خداست، یعنی به تو ربطی نداره. تو مبشرم و نذیرا، بشارت بده انذار بده، انتخاب با خودشه، اما شاکرن و اما کفورا، انتخاب با خودشه. اصلا کمال امریست اختیاری به سمت مثبت و آگاهانه، یعنی انتخاب آگاهانه و آزادانه به سمت مثبت. اجبار اصلا توش معنا نداره، حتی اگه اجتماعی باشه. شما به اسم قانون عزیزم، سرتو بنداز پایین، چون همون آیه‌ای که میگه قل للمؤمنات، چیز میگه قل للمؤمنین یغضض نه ابصارهن، نه به زنا، خب بعد به مردا چی میگه؟ نه نه وایسا، چی رو قبول دارم؟ وایسا داشت به استدلال میکرد، وایسا تو چقدر خوبی. آره بله دیدم، باش قبول کردم، بله بله بله، جواب شما ایشونو داده، دیدی که ویدیوشو برای خبرگان داره میگه، میگه شما وکیل مردمید ولیشون که نیستید، اگه مردم چیزی میخوان حتی خلاف چیز قبول کنه. حالا این جمله شد دیگه، دیگه حالا ایشون فهمونه. سید جان الان من ببخشونم میگم، لوخ باشم میام توی خیابون بگم آقا جون فرانی چشماشو بندازه پایین منو نگاه کنه، آقا منطقیه که من که چه ربطی داره؟ این منطقیه که من که مسیحیم به خاطر توی مسلمون رو سری سرم کنم؟ نه منطقی نیست. چی میگه؟ حالا اصلا کی گفته مسلمون اکثریت موافقشن؟ من به شما میگم شما یه ادعایی داری، شما میگه اکثریت موافقن، من میگم مخالفن، کاری نداره که رأی بگیریم. کاریزما اصلاً اصلاً اصلاً، شما اگر به مخالفت اجازه دادی که بیاد تو خیابون بدون اینکه بعداً براش دردسری بشه، و اگه ده برابر تو نیومد هر چی تو گفتی درست. من یه سوال ازت میکنم، من صبح مثال ها امیر تتلو رو میارم تو ورزشگاه آزادی، پر میشه یا پر نمیشه؟ این خودش تتلیتیه بدبختی. پس نه، پس حال پس مشروعه؟ ولش کن، پس مشروعه؟ مشروعه؟ نه اینو میگم، میگم الان اگه من امیر رو آوردم اونجا، اونجا پر شد، نه من نمیگم ضد نظام و نظام و بابا چرا ذهنت ضد نظام نظامه؟ شما داری به یه چیزی استدلال میکنی، میگی این جمعیت نشون میده این هست، من میگم نه مقابلش ده برابر اینه. خب باشه، پس حرفم اینه، میخوام بگم حالا شما یه ورزشگاه آزادی پر کردی، میگی ببین حق با ماست، نه آقا بیا من 10 تا ورزشگاه آزادی برات پر کنم. آقا اینجوری نگو عزیزم، آقا میشه عزیزم، ایشون چرا ایشون راجع به حق و باطل حرف نمیزنه که، ایشون داره میگه یک، آقا اصلا راجع به جمعیت صحبت نمیکنه ایشون، آقا موضوع، آقا بچه گوش کنید دیگه، بابا چیه به خدا چه گرفتاری شدیم؟ نه نمیخواد ادامه بده، بذار بگم، ای شما داری میگی که
معیار من برای فهمیدن اکثریت راهپیماییه. بنده میگم معیار اشتباس، چون طرف مقابل اجازه راهپیمایی نداره، اگه داشته باشه ده برابر شما میاد. تموم شد. اینم ادعاست، میتونی بگی اشتباه میکنی. بعد من میگم حالا که اشتباه میکنیم بیا یه راهکار علمی پیدا کنیم برای نظرسنجی. در دنیا راهکار علمی برای نظرسنجی هست، تو قانون مام تبیه شده. ما رفراندوم داریم در قانون اساسی، استفاده کنیم ازش. ولی اون اشکال من به جواب مدرسه که شما فرمودین، شما نگاهی مندازید من، میگم آقا طرف مقابل میگه من اینو که میذارم پایین، پس فردا دمادم هم نمیذارم، لغو میکنم. حالا شما تا پس فرداش، حالا فعلا استدلال شما قابل قبول نیست. این مثل اینه که شما داری انگور میبری خونه تو، من بگیرم بگم آقا شلاقش بزنید، میگن چه؟ میگم این میخواد سرکه کنه، اول شراب بشه، اومد شراب خورد، اومدی وای نستاد شراب سرکه بشه. شراب چرا شراب میخوری؟ مگه هر کی انگور میخره شراب خوره؟ یارو گرفتن سرکه هاشو ریختن دور، گفتن شرابه، بعد فهمیدن سرکه بوده. دیدی پیره برده مرد حسابی، هر کی انگور دستشه که شراب خور نیست که. قانون داره همه جای جهان. میگم الان معیار داریم، تنها جایی که حجاب اجباری ایران و افغانستان. الان تو عراقی که شما رفتید مهمون عراقی ها شدید، 3 میلیون خورده اونجا بودید، اونجا حجاب آزاده، اذیت شدی؟ من رفتم بغداد اذیت نشدم، من استانبولشم رفتم اذیت نشدم، قطرم رفتم، چه میدونم چینم رفتم، کرم رفتم، اذیت نشدم. اشکال نداره، باشه. حالا که دیگه یه جمله گفتی منم گفتم دیگه. بچه ها گوش کنید بقیهشو بخونم تموم شه. هشتم، به چیزهای خوب در مردم بنگرید و به آنها کمک کنید. نهم، سازگار و اصیل و درست باشید. گوش کن بچه ها، گوش کنید. من مشکلی ندارم خندیدید حالا وسط بحثا، ولی خدا وکیلی من حال خندیدن ندارم، حال ندارم. هم دلم به اون میسوزه که میزنه، هم به اونی که میخوره، چه از مردم چه از پلیس، چه پلیس بزنه چه مردم بزنه. وسط یه جا وایسادم بر قاتل و مقتول باید گریه کنم، بر قاتل و مقتول باید دل بسوزونم، هم قاتل فوش بمیده هم مقتول، چه مردم چه پلیس. آقا مگه نمیخوایم مسیر درست بریم؟ مسیر درست همینه که اینجا داره اتفاق میفته. تو مخالفی، می با هم حرف میزنیم، چرا سر همو بشکنیم؟ آقای دولت خلاف نظر مردم عمل کردن سودی واسط نداره، کیو میخوای ببری به زور بهش؟ والا بهشت زوری جهنم، نکن مسیر دشته. هزار بار گفتیم اشتباه گوش نمیکنی، نکن عزیزم، راهت اشتباهه، نرو این مسیر رو. جواب نگرفتی، هر روز که نمیشه بیان تو خیابون، بس نیست بابا. مگه نمیگی دخترتونه 17 18 تا 20 تا چقدر آمار دادید؟ 20 تا دیگه بچه‌هاتون مردن، مگه نمیگید بچه هاتونه؟ نکن عزیز من، عزیز مأمور میای بیرون، اسلحه نیار، مشتی اسلحه نیار، پسرم آتیش نزن، بابا سنگ نزن، بابا باتوم نزن، بابا تیر نزن، راشین نیست، راشین نیست، اشتباه داریم میریم. بعد کاش بار اولتون باشه، پارسال نبود، آبان نبود، قبلش نبود، 88 نبود، 78 نبود، درست شد؟ 18 تیر یادتون رفته؟ من سنم میخوره، من یادمه چی شد. فایده نداره عزیز من. رواداری، رواداری کنار هم به هم احترام بذاریم، حرف همو بشنویم. آقای وکیل مجلس، تو وکیل مردمی، مالک مردم نیستی. وکیل خلاف نظر موکلش حق نداره. به همین قانون اساسی عمل کنید، به همین، تو همین قانون نمیتونی دختر مردمو ببری ارشاد کنی، در قانون ما جرمه این کار. نمیتونه پلیس ببره کسی آموزش بده، جرمه. پلیس ضابطه، میگیری تحویل قوه قضاییه میدی، حق نداری بری آموزش بدی، کارت خلافه، خلاف قانونه، خلاف قانون، همین قانونی که هست، خلاف قانونه. بزنی کسی رو میتونی بازداشت کنی مجرمو، نمیتونی بزنی. وقتی دستمن به ایزدی نزن، خلاف قانونه، این قانونش. بابا خلاف انسانیت، بچته، دخترت، نکن این کار. من مسلمونم، من طرفدار حجابم، ولی با حجاب اجباری مخالفم. دینی نیست، من محقق دینی ام، این کار دینی، والا دینی نیست،
خب بیاد بشینید بحث کنیم راجبش. چجوری اول انقلاب تو تلویزیون بحث میکرد همه؟ مگه آقای مطهری نگفت توده ای ها بیان تو دانشگاه درس بدن؟ شما ماها رو دانشگاه را نمیدید. ما که توده ای نیستیم، من که مسلمونم، محققم، فقط مثل تو فکر نمی کنم. حتما باید کارت به استخون برسه دو نفر رو بیارید تلویزیون. چیه مگه خریدید مملکتو؟ همه دیدگاه ها باید پخش بشه، همه نگاه ها باید پخش بشه، همه باید حرف بزنن. بعدم ببینید خواست واقعی مردم چه، اونو عمل بکنید. بابا مالک مردم نیستید، ما رعیت شما نیستیم. جواب نمیده، هی داره کوتاه‌تر میشه. قبلا 10 سال یه بار میریخ به هم، شد 2 سال یه بار، سال به سال، ماه به ماه. نکن خب این عزیزم، بچه هامونن اینا تو خیابونن. دیرو وایستدم موتوریه، گفتم جان مادرت نرو عزیزم، نکن پسر. حاج آقا دیگه بالاتر از سیاهی رنگ، گفتم به خدا هست نکن پسرم، نکن. مادر داری، پدر داری، نرو عزیزم، نزن آقا، نزن. پلیس محترم، عزیز من، آقای امنیتی، آقای فلان، نکنید، این راه غلطه. ایناش هی بگی از خارج بودن، آقا اینا اختشاشگرن، آقا فلانن، اینجوری جواب نمیده. جلو هم نذار مردمو. جلو هم وای نستیم بچه ها. من کلی رفیق دارم که محجبن، مذهبیان، چه بودم، چه کارمندای خود ما، آقای سون چادری، اسمشون مانتویان، یه سری چه من، خب آقا فامیلمون، یه سری فامیلای نسبیمون، سببیمون، یه سریشون اصلا اصلا دنیای دیگه. خب باشه باش، اصلا اعتقادش یه چیز دیگه است. همینجا زهر عاشورا بچه اهل سنت وایسادن الله اکبر زهر تاسوعا. خب باشه این سنیه، اون طرف به من میگه خانم زهرا زن علیه. من گفتم یعنی چی؟ تو هی بهش گفتم عزیزم منظورت حضرت زهرا است؟ گفت حاج آقا من شرمنده‌ام، من یهودی ام، واقعیتش مثلا نمیدونم اینا رو. منم خوب حرف میزنم، نمیدونم چی میگی. یهودی میاد جلسه، اومده جلسه گوش کنه. خب باش، من خاک پاتم، من نوکرتم، هموطن منه، زرتشتی هموطن منه، مسیح هموطن منه، با هر اعتقادی هستی، بابا بچه هیئتی حزب الله، ما خودمون هیئتی، ما امام حسین، ما روزه خونیم. خب باشه، حالا تو یه جور دیگه اعتقاد داری، اون یه جور دیگه، من خاک پا همتون هستم. راهش این نیست که همدیگر رو نفی کنیم. دولت باید گوشاش واز باشه، باید بشنوه مردمو. دولت باید آغوشش باز باشه برای همه. رانت که نیست که، قبیله گرایی به اینجا میرسونه جامعه رو. باید نخبه گرایی کنی، هر اندیشه میخواد باشه. پدر ابن زیاد تو حکومت علی قدرت داره، زیاد ابن ابی معاون فرماندار بصره است، بابای ابن زیاده، بهش میگن زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش. حضرت بهش کار داده چون کار بلده. قرار نیست هر کی مثل ما فکر نمیکنه حذف بشه، هر کی مثل ما فکر نمیکنه محروم بشه، براش پرونده سازی بشه، گرفتارش کنیم. راه این نیست، به خدا راه این نیست. اگه جواب داده ادامه بدید. اینا که تو خیابونن، بچه‌هامونن، به خدا من دلم میسوزه، به سرباز دلم میسوزه، به بچه، به دختر، به پسر، به این بچه‌ای که تو خیابونن، به اینایی که کشته شدن. بابا من پدرم، خودم بچه دارم، بچه مردم کشته میشه، میگن ختمم نگیر، تشییع جنازه‌م نگیر، تسلیتم بهش نمیگن، تحت فشارم بابا نکن، به خدا درست نیست، والله درست نیست. نه وطن ما قرار نیستش که مسئولین بی تدبیری کنن هزینه‌ش مردم بدن. تو قضیه آبان که فقط سران سقوه کسافتکاری اونا بود، خرابکاری اونا بود. بابا هم دعوا دارید، به مردم چه ربطی داره؟ مردم ریختن تو خیابون، میگه من صبح جمعه فهمیدم. مرد حسابی تو اون وقتی که تو بفهمید چقدر آدم تیکه پاره شد تو این کشور؟ بعد زندگی مردمه. بابا یارو خودشو کشته، دختره تو خونه نشسته کشته، یه صفحه اینستاگرام درست کرده، 10,000 نفر مشتری پیدا کرده، بتونه آبرومند زندگی کنه، بتونه خطا نره، خطا نکنه. خب تلگرامو بستید، زندگی یه در نابود کردید، این خیالت به اسم امنیت، این چه امنیتیه؟ خب الان چرا ادامه میدید؟ چرا روی غلط پا فشاری میکنید؟ الان رفتن زن به ورزشگاه مشکلش چیه؟ بگو من بفهمم. چطور برن اونجا شعر بخونن واسه شما خوبه؟ حالا میخوام برن فوتبال تماشا کنن. بابا چرا یه سنت غلط یکی میذاره ولش نمیکنید؟ فکر کن چرا اینو من الان میگه موسیقی همه انواعش، الان دیدید پاپ، یه موقعی پاپ زیرزمینی بود، حالا یه سرتون سنتون نمیخوره، غیر قانونی بود، یارو پاپ میخون میریختن میگرفتنش. که تو چرا خوندی؟ همین محسن چاوشی، همین محسن یگانه، همین چه میدونم اینا که میخون، رضای صادقی فلان، قاشق بود بچه. الان چرا رپو میگی ممنوعه؟ بعد میگه رپ ممنوعه؟ هیچی، یارو رپره،
آدم درستی هم هست. شما رپای یاسو گوش دادید؟ یه کلمه توش بی ادبی دیدید؟ مسائل اجتماعی درجه یک. خب میذاره پول حلال دراره تو کشورش؟ نمیزه. حالا همه یاسن بشینن تو فقر تو گرفتاری زندگی کن، خب یکی هم نمیرسه زورش، ول میکنه میره اونورا، میره یه شبکه چه میدونم یه دونه سایت قمار، بعد میگه ببین قمار، بابا تو قمار بازش کردی، راه حلالو میبندی راه حرام باز میشه دیگه. الان آقای جوادی آملی یه آیت الله دیگه، شما به عنوان آقایشون تا چند روز پیش امام جمعه قم بود، الان جز مراجع میگه آقا با سرنیزه حجاب درست نمیشه، یه فساد دیگه درست میکنه. حجابو میخوای درست بکنی با انکاح و سنتی درست میشه، یعنی راه حلالو باز کن. اگه کسی آقا به قول خدا رحمت کنه بهشتی، میگفت بنز بساز اگه کسی خر سوار شد. بابا شما خر رو به جا بنز میخوای به ما غالب کنی؟ نمیشه عزیزم، نمیشه، قربونت برم. منم وسط باز نیستم، بنده اعتراض دارم به برخورد نیروی انتظامی، اعتراض دارم به تصمیم گیری شورای امنیت ملی، اعتراض دارم، ولی شیشه نمیشکنم، سنگ نمیزنم، فوش نمیدم. اعتراض دارم بهتون، کارتون غلطه. میخوای دهن منو ببندی؟ من دهنم بسته نمیشه، من خلاف نمیکنم، نه کسی رو تحریک میکنم نه چیزی. من میگم آقا رفتارتون غلطه، تصمیماتتون اشتباه. تو همون تلگرام زندگی ادارو نابود کردید شما به اسم امنیت. بازم دارید اشتباه میکنید، بازم دارید اشتباه میکنید، بازم دارید اشتباه میرید. راشی نیست. من هیئتی ام، امام حسینی ام، روزه خونم، من مقابل کسی وای نمیستم، من سنگ به سر کسی نمیزنم، من کسی رو باز چم باتون به کسی نمیزنم. دختر مردم محترمه، ولو روسری نداشته باش، خواهر منه، دختر منه، من مقابل اون نیستم. چادر زن من چادر اختیاریه، مقابل مانتوی تو نیست، مقابل موی گیسوی پریشان تو نیست. ما داغداری، ما داغدار شماییم. دختر 22 ساله است میگید نزدید، اصلا من که نمیدونم، اون باید تحقیق بشه، حق خانواده‌اش بفهمه چی شده. نزده باشیدم سکته کرده دیگه، سکته همینجوری میشه، آدم همینجوری میمیره یا استرس میشه. چجوری تونستی دختران بترسونی؟ مهمون گوش کن، گوش کن، گوش کن، اشکال نداره عزیزم، 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 آقا، 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 این که نه، شما هم که بابا حرف چیز میزنی، اشکال نداره آقا، آقا عزیزم، من مهمون منه عزیزم، من هیئتیم آقا، اینجا بابا آقا یاد بگیریم، بچه ها خاک پاتونم، قربونتون برم، من خاک پاتونم، یاد بگیریم رواداری. بله من کف نمیزنم، تو مهمون منی، مگه هر کی اومد اینجا هیئتی، اینجا در حسینی ما بازه. یاد بگیریم آقا با هم دیگه، آقا اون فرهنگشه که کف میزنه، باشه، فرهنگ من نیست، فرهنگ اونه، من بفهمم، اون قصد توهین به منو نداره، اون داره من تشویق میکنه، قصد توهین نداره که. توهین بده، کی الان قصد توهین داشته کف زدن؟ رواداری همینه، درک طرف مقابل. من هیئتی ام باقا، من امامو، من گریه کنم، من روزه خونم، اما درک میکنم طرف مقابلم رو. باید یاد، من چوب خوردم تا یاد بگیرم، و من قضاوت اشتباه کردم، و قضاوت اشتباه کردم پشیمون شدم، فکر کردم طرف داره، من خودم اگه 20 سال پیش بود اینجا بگم آی توهین شد به امام حسین، بعد فهمیدم اشتباه میکنم. بابا یارو، بابا دختره به من گفت برادر حبیب، ها کد بیسیم ما حبیب بود تو راهیان نور، برادر حبیب اینها چه میگن؟ من گفتم مرد دست انداخته این دختره، بچه شیراز بود، هر کجا میرسیدیم برادر حبیب اینها چه میگن، ما میگفتیم ما رو گرفته، خدا شده من جوابشو نمیدادم، مثلا خودم رو چیز میکردم، مثلا انگار که مثلا من نمیفهمم چی میگم، لا اله الا الله، رد میشدم. روز آخر تو پادگان میشتاق یه دختر چادری آورد، دختره من گفت حاج آقا این به من گفته بیام باهات صحبت کنم، میگه انگار زبون اینو نمیفهمی، زبون ما رو متوجه میشی. بابا این پدر مادرش استاد ادبیات فارسی ان، اینجوری حرف میزنن، قصد تمسخر تو رو نداره، اینو بفهم. حسن آقا میجی، حسن آقا میدی نمیفهمید که این مسخرهش نمیکنه، فکر میکردم منو دست انداخته، ادبیات صفوتش بود. بابا قضاوت نکنیم، همو بفهمیم، همو درک کنیم، همو
بهش میگن رواداری. خودتو بذار جای طرف. بابا امیرالمومنین داشت دنیا میرفت، گفت حسنم بابا هر چی برای خودت میپسندی برای دیگران بپسند. یعنی چی؟ یعنی همین که روبرو کسی و بابا درک کن بفهم. الان شما کفزه میخواستی به ما توهین کنید به عزادار بودن ما، تموم شد رفت. خب آفرین، این فرهنگشه دیگه عزیزم، خاک پاتم. این با عشق من و تو هیچ فرقی نمیکنه. ما میخوام یکی رو تشویق کنیم، مثلا صلوات میگیم، میگیم الله اکبر لا لا لا، اینم هم کف میزه همونه. من هی میگم این ظاهر رو بذار کنار، حقیقتش رو نگاه کن. نه 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 نه، ما شما رو درک میکنیم. نه چرا؟ ما شما رو درک میکنیم. حالا گوش کن، این دوتا رو بخونم طرف تموم شد. سازگار، حالا ببین چه اصلی هم هست. اصل نه، سازگار اصیل و درست باشید. شادی یعنی آن چه فکر میکنی با آن چه میگویی و آن چه انجام میدهی هماهنگ باشد. آقا چه تعریفی کرده از شادی، گوش کن. شادی یعنی آن چه فکر میکنی. یه گوگل کنید، اگه گوگل باز کنند یه گوگل کنید میاد، دهگانه گاندی. اصل نه، شادی یعنی آن چه فکر میکنی با آن چه میگویی و آن چه انجام میدهی هماهنگ باشد. همیشه به دنبال هماهنگی کامل فکر و کلمات و اعمالت باش. افکارت را خالص کن و آنگاه همه چیز خوب خواهد شد. یکی از راه‌های بهبود مهارت‌های اجتماعی هماهنگی در رفتار و ایجاد ارتباط صحیح است. احساس قدرت ولی آقا من ناامید نمیشم از این اتفاقها. ما خیلی کار داریم. ما انقدر باید یاد بگیریم. من یه وقتی، ما بچه جهادی بودیم، ما میرفتیم تو عشایر، نمیدونم همون بساز، جاده چیکار کن، نم برو سخنرانی کن، برو این کارو میکردیم. بعد مثلا بعد میرفتیم دانشگاه تو داستان دوم خرداد زمان حکومت های خاتمی. بعد خب یه ذره نسبت به ماها دید بد بود دیگه، ما بچه بسیجی بودیم، مثلا بود آقا بسیجی فلان. من یه بار به استادم گفتم حاج آقا اینا چرا دانشجو با ما اینجوریه؟ مگه ما چمونه؟ خب من خودم یه بچه مثلا 18 19 ساله